به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان بسیار عزیز و ارجمند، علاقمندان به غزلیات حافظ، مولانا و سعدی، علاقمندان به ادبیات فارسی، و خداوند رو شکرگزار هستم که این فرصت همچنان در اختیار ما هست که میتونیم در کنار هم بشینیم و با هم شعر بخونیم و از حضور و وجود اساتید بزرگواری که تو جلسه شرکت میکنن حد اکثر بهره برداری رو هم بکنیم. خب من با اجازتون طبق سنت قبلی خودم باز از سعدی شروع میکنم. غزل شماره 24 رو داریم میخونیم از سعدی و بعد همینطور ادامه میدیم. سعی میکنیم که من اگه بتونم 6-7 تا غزل از سعدی امشب بخونم خیلی کار خوبیه، چون میخوام که به هر حال سعدی رو برسونیمش به دو تا شاعر بزرگوار دیگه. میفرماید که بیفکن خیمه تا محمل براند، که همراهان این عالم روانند، زن و فرزند و خیش و یار و پیوند، برادر خواندگان کاروانند. نباید بستنند در صحبتی دل، که به ایشان بمانی یا بمانه. نه بر خاک بود از آدمی زاد، به آخر چون بیندیشی همانند. پسان بهتر که اول آخر خیش بیندیشند و قدر خود بدانند. زمین چندی بخورد از خلق و چندی هنوز از کبر سر بر آسمانند. یکی بر تربتی فریاد میخوان که اینان پادشاهان جهانند. بگفتم تخته ای برکن ز دوری، ببین تا پادشاه یا پاسبانند. بگفتا تخته برکندن چه حاجت، که میدانم که مشتی استخوانند. نصیحت داروی تلخ است و باید که با جلاب در حلقت چکانند. چنین سمقونی های شکرآلود ز داروخانه سعدی ستانند. خب میبینیم که قصه از اینجای شروع میشه که میگه که اولا غزله، غزلی هم که هست به نظر من اصلا عاشقانه نیست، بیشتر یه غزلی است که جنبه نصیحتگونه داره و انسان رو به انسان هشدار میده که مراقب باش، این دنیا محل گذره، این کسای افرادی هم که دور و برت هستن که به اونها میبالی، حالا پدرت، مادرت، خواهرت، شوهرت، پسرت، هر کی هست، اینا هم همراهان این کاروان تو هست و یه وقته ای اونا به سلام تو میمونی و اونا میرن، یه وقته ای اونا میمونن و بی زحمت شما تشریف میبرید. بنابراین پایدار نیست این قضیه، پایدار باقی نمیده. میگه که بیفتن خیمه تا محمل برانند، که همراهانی عالم روان. میگه خیمیت رو بیفتن، فروریز، جمع کن خیمت رو بسرا، تا این محمل بسرا حرکت کنه، این کاروان برای خودش ادامه بده، که همراهان این عالم روانند. اونایی که با تو همراه هستن اونا هم در حال حرکت هستن، هیچ ثباتی در اینجا وجود نداره. خب همراهان کیا هستن؟ زن و فرزند و خیش و یار و پیوند، برادر خواندگان کاروانند. این زن و بچه و نمیدونم خیش و پیوند و پسر عمو و پسر خاله و دوست و رفیق، اینا هم کاروانی های شما هستن، هر کدومش هم یه جای پیاده میشن، بی زحمت خود شما هم یه جای پیاده میشید، حالا دیر یا زود. نباید بستنن در صحبتی دل، که بی ایشان بمانی یا بمانند. دقت کردی؟ دیگه تو نباید به اینا خیلی دلبستگی و وابستگی پیدا کنی. بالاخره یه جایی هم که گفتم که تو بدون ایشان یا میمونی، خودت میمونی اونا میرن، یا اینکه به سر تو میری اونا باقی میمونن. پس بنابراین نباید خیلی هم آدم وابسته و دلبسته مثلا دور و بریای خودش باشه. بعد یک حرف بسیار اساسی، نه اول خاک بود از آدمی زاد، با آخر چون بیندیشی همانند. میگه انسان از خاک آفریده شده
اگر دقت کنی آخرش هم تبدیل به خاک میشه. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردم کم شدم. بعد ادامه میده، بار دیگر هم بمیرم از بشر، تا برارم با ملائک بار و پر. بعد میگه باز از ملائکم به اصطلاح میمیرم و یه چیز دیگه ای تبدیل میشم که دیگه در وهم و تصور شما این وجود نداره، نمیتونی بفهمی که به چی تبدیل میشم. خب حالا دقت کنید، خیلی جالبه دیگه، این از نظر فیزیولوژیکی هم درسته، چون نطفه انسان که میگن از صلب پدر و از رحم مادر اسپرمش از باباه میاد و اوولش هم از مادر میاد، بالاخره در رحم مادر اینا با هم یه لقاح پیدا میکنه. چه عاملی باعث رشد و نمو و این چیز میشه؟ این به سر جنین میشه. غذایی است که مادره میخوره دیگه، شیر میخوره، سبزی میخوره، برنج میخوره، گوشت میخوره، چه میدونم میوه میخوره، اینا باعث میشه که این جنین در بدنش رشد میکنه. خود اونا کجا میاد؟ اونا هم از درختش و گیاهش میاد. اون درخت و گیاه از کجا تغذیه میکنه؟ از عناصر معدنی که در داخل چی؟ خاکه. کلسیم، منیزیم، باریوم، سدیم، نیتروژن، فسفر. اینا رو میگیره، با کربن، اکسیژن، هیدروژن از هوا میگیره، عمل فتوسنتز انجام میگیره، این مولکول های مختلفی به وجود میاد که یکیش میشه چه میدونم سیب، یکیش هم میشه گوجه فرنگی، یکیش هم میشه لوبیا سبز، یکیش هم میشه میره توشی هم گاوه تبدیل میشه به گوشت و شیر و این حرف. پس ببینید که ریشه انسان از خاک است. وقتی هم که بی زحمت میمیره بدنش تجزیه میشه، تبدیل به خاک میشه. چقدر قشنگه، واضحه، واضحه. هم مولانا اینو گفته، هم جناب سعدی به زیبایی بیان میگه نه اول خاک بود از آدمی زا، به آخر چون بیاندیشی همانند. انسان از خاک و به خاک تبدیل میشه. پس آن بهتر که اول آخر خیش بیاندیشند و قدر خود بدانند. خوبه که بس خیلی مغرور نباشیم، اول آخر خودمون رو بدونیم، از خاکیم به خاکم تبدیل میشه. حالا قدر این زنده بودنمون که از خاک به خاک تبدیل میشیم، این وسط یه تحول بزرگ اتفاق افتاده، شدیم آدم. آدمایی که میفهمیم، شعور داریم، درک میکنیم، به جهان هستی نگاه میکنیم و خیلی به اصطلاح برتریم نسبت به اون خاکی که بودیم و خاکی که خواهیم شد. خیلی برتر. قدر خودمون رو بدیم. زمین چندی بخور از خلق و چندی، هنوز از کبر سر بر آسمان. یه ببین زمین مرتب هر روز داره روزی چند میلیون آدم رو میخوره. چقدر آدم هر روز میمیره از این جمعیت 8 میلیاردی انسان؟ روزی چندین میلیون آدم میمیرن و داخل این خاک میشن، داخل خاک میشن، زمین اینا رو همطور داره میبره. ولی یه عده انگار حواسشون نیست، فکر میکنن که عمر جاودانه. همه دارن میبینن ها، جلوی چشمشونه، ولی انگار فکر میکنن عمر جاودانه. یادتون باشه در به اصطلاح تفکرات اسلامی گفتن این مستحب به هر چند وقت یه بار برید به قبرستون یه سری بزنید. حالا بگیم برای فاتحه خوندن برای مرده، ولی بهانه است، بهانه است که بری ببینی که بابا اینا مردن ها، ما هم میمیریم. یادمون نره. خیلی ها فکر میکنن که عمر جاودان پیدا کردن، باقی میمیرن. من میگم یکی بر تربتی فریاد میخوان که اینان پادشاهان جهان. این یه مشخصه. یه نفر بالا سر قبری بایستده بود، گفت اینا همه پادشاه هن که داخل این چیز هستن. بعد بگفتم تختی برکن زگوری، ببین تا پادشاه یا پاسبان هن. میگه اون میگفت اینا همه پادشاه. بهش گفتم بی زحمت یه دونه یکی از این سنگ قبره رو بکن، نگاه کن ببین این پادشاه یا که اون توه یا پاسبانه، یعنی مقام دیگه. بعد میگه بگفتا تخت برکردن چه حاجت، که میدارم که مشتی استخوانت. وقتی که تو مردی دیگه مهم نیست که پادشاه بودی یا گدا بودی، درویش بودی یا فلان بودی، تفریش کردی. اینو به تمسخر خیلی جالبه،
مولانا در قالب یه قصه ای این رو تعریف به تمسخر میگه که یه چیزی یکی مرده بود، و اگه درست داستانش خاطرم باشه اینه، یکی مرده بود، بعد مرد پولداری بود، آها این همچین شکلی، یه مرد پولداری مرده بود و بعد بچه اون مرده داشت مشایعت که تشییع جنازه میکرد و گریه میکرد و این حرفا، یه بچه فقیری هم اونم بود، اینم تو این مثلا مشاهده کننده ها بود، بعد اینا با هم حرف میزده، طرف میگه که ببین، به بچه فقیره میگه نگاه کن ببین چه قبری داره بابای من، همش مثلا توش سیمان کاری شده، خیلی تمیز و مرتبه، سنگ لحدش ببین چقدر شیکه، بعد تازه سنگ لحد که هیچی، روش ببین یک سنگ مرمر گذاشتن، اینقدر شیکه، اینقدر خوشگله، یشمه، اینجوری اونجوری و فلان و بیسار، و باید مال تو شما ها چی؟ یه باش گدا گشنه، یه دو تا تخت سنگ مثلا از این گوشه کناری پیدا میکنن و یه مش خاک و یه سنگ لحد قرقوزاله و آجر ماجر یه چیزی میذارن و این میشه قبر شما ها. اینم برمیگردی میگه که آره ولی یه خوبی داره. گفت چطور؟ گفت خوبیش اینه که روز قیامت که میشه تا بابای تو از زیر این سنگا بخواد بیاد بیرون، بابای من رفته تو بهشت نشسته جا گرفته. بابای تو حالا حالا این سنگا رو بعد زور بزنه بتونه از توش بیاد بیرون. این خیلی حرف قشنگی، یعنی حالا آدم خندهش میگیره، جوکه در واقع، ولی خیلی محتوا مفهوم داره. آدم خیلی محتوا. بعد میگه که میگفت او تخته ای برکن زگوری، ببین تا پادشه یا پاسبانن، بگفت او تخته برکندن چه حاجت، که میدانم که مشتی استخوانن، نصیحت داروی تلخ است و باید که با جلاب در حلقت چکانن. ببین سعدی داره میگه، میگه که ببین من اینا که دارم میگم نصیحتتون دارم میکنم دیگه، واقعا این غزله ولی عشق بازی توش نیست، میگه ببین من دارم نصیحت، ولی این نصیحت خب تلخه، ولی من این نصیحت رو با چی؟ با یه پوششی از شکلات، جلاب یعنی جلاب، یا جلاب، جلاب یعنی جذب کننده، جلب کننده، به چیزی که مثلا دارو رو دیدی یه لایه شیرین روش هست که بخوری تلخیش اذیتت نکنه، اینا چنین سمغونی ها و یه شکرالوز دارو خانه سعدی ستانن. حالا من گفتم دارو، دقیقا دارو هم اومد اسمش دیگه. سمغونی ها اسم یه گیاه داروییه که خیلی خاصیت به اصطلاح خوبی داره برای صحت مزاج، اما بسیار بدبو و تلخ مزه است. اساسا من بهتون بگم گیاهان دارویی نوعا همشون تلخ، غالبا 90 درصد همه تلخ، اونم به خاطر اون متابولیت های ثانویه است که در گیاه ایجاد میشه. من یکی از تخصص هام اصلا گیاهان داروییه، تحقیقات من روی گیاهان داروییه، که البته من روی علوف دارو به خصوص کار کردم که این گیاهان دارویی رو ما به دام میدیم میخوره، این دام ضمن اینکه خودش بیمار نمیشه، یعنی ماده به اصطلاح بازدارنده از بیماری رو ما بهش میدیم داریم میخوره به طور طبیعی و بیمار نمیشه، ضمناً روی آدمایی که از محصول اون دام استفاده میکنن، مثلا اگه گوشتی از گوشتش، اگه شیری از شیرش استفاده میکنن، این در بدن انسانهایی هم که از این استفاده میکنن وارد میشه و اونها رو هم ایمن میکنه. مثلا خیلی جالب، رازیانه حتما شنیدید، برای مادرای شیرده میگن خیلی خوبه. ما رازیانه رو به گاو دادیم خورده، توی محصولات بهش میدیم، توی کشت باش میدیم میخوره، اولا شیر گاوه زیاد میشه، یه واقعیتیه، ثانیا شیرش اگه به مادر شیرده بدی بخوره او هم شیرش زیاد میشه. این هم نکته جالب. برای این ما بهش میگیم علوف دارو، مدیسینال فوریج. اینو من واسه اولین بار در سال 2010 اساساً تو کنگره بین‌المللی اگرونومی مطرح کردم و اونجا به ثبت رسید. خب غزل شماره 25 میگه یادتون باشه شعرهای ما به دو گروه تقسیم میشدن، بهشون یه در میگفتن اعتزالیون، یه در میگفتن اشاعره. اعتزالیون عقلگرا هستن، اساساً
همه چیز رو استدلالی میخوان بیان بکنن، مثلا دو تا مکتب فکریه دیگه. اما اونایی که اشاعره هستن یه مقداری معتقد به جبر و اختیار هستن، بحث جبر رو میگن و مطرح میکنن که یه وقتا اینجوریه، و بعدم میگن قوانین حاکم بر جهان هستی اگرچه از یک حکمت الهی مثلا چیز میکنن، تبعیت میکنن، مثلا آب باید رو آتش باشه تا مثلا جوش بیاد، یا آتش خاصیتش سوزانندگیه، اما اگر خدا بخواد آتش نمیسوزونه، اگر خدا بخواد آب بدونی که آتش هم مثلا زیرش باشه گرم میشه. مثال دارم میزنم، حالا به عنوان مثال دارم اینا رو گفتن اشاعره. مولانا و سعدی هر دوشون تا حدودی به اصطلاح به اشاعره نزدیک هستن، یعنی یه مقداری به جبر اعتقاد دارن، بعضی چیزها رو جبری و خاص خدا میدونن، و مثل همه که مثلا سعدی میگه تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است، یعنی میگه خداوند یه کسی رو یه جوری آفریده این نااهله، وقتی که نااهله دیگه مثل این مونه که تو گردو رو بذاری روی گنبد بخوای نگهش داری، وای نمیسته، این تربیت پذیر نیست. ولی خب اعتزالیون به این معتقد نیستن، میگن که فطرت انسان قابل تربیته و این مثلا منطقی نیست که بگیم یه نفر اینجوری وجود. حالا اینجا یکی از اون غزلیات جبریگونه سعدیه، دقت کنید، میگه اگر خدایی نباشد زبندهی خوشنود، شفاعت همه پیغمبران ندارد سود. یا این خدا از یکی خوشش نیاد همه پیغمبران بیان شفاعتش بکن، فایدهی نمی کنه. قضای کن فیکون است حکم بار خدای، حکم بار خدای، قضای کن فیکون است حکم بار خدای، بدین سخن سخنی در نمی توان افزود. میبینید میگه خدا میگه اینگونه باید باشه و همینگونه هم میشه دیگه، این که مثلا بخوای تغییرش بدی فلان بکنه امکان پذیر نیست. نه زنگ عاریتی بود بر دل فرعون، که صیقل ید بیضا سیاهیش نزدود. دقت میکنی؟ نه زنگ عاریتی بود بر دل فرعون، یا نه زنگ عاریتی بود بر دل فرعون، که صیقل ید بیضا سیاهیش نزدود. میدونی اشاره به داستان فرعون و حضرت موسی دیگه. حضرت موسی بر اساس قرآن 9 تا معجزه آورد برای فرعون، از اون مار و چه میدونم عصاش بگیر تا نمیدونم مردن بچه های به اصطلاح پسرای بورن فرست بورن پسراشون، نمیدونم تا اون ماجرای خون شدن چه میدونم رودخانه نیل، تا خیلی چیزا دیگه، سیل اومدن، تا قورباغه ها حمله کردن، خیلی چیزا، 9 تا معجزه است، خوشسالی نمیدونم از این حرف. بعد میگه که فرعون حتی با معجزات 9 گانه موسی چیز نشد، قلبش پاک نشد، قلبش سرقلی نشد. چرا؟ زیرا که یک زنگاری رو خداوند بر قلب این نهاده بود که این با این حرفا با هدایت پیامبران کارش درست نشد. و خواند و راه ندادش کجا رود بدبخت، به بس دیده مسکین و دیدنش فرد. یه صداش کرد اما راهش نداد، در بین کیا؟ رستگاران. موسی رفت صداش کرد اما خدا راهش نداد اون رو که جزو رستگاران، آخرش هم توی دریا غرق شد با اون اوزایی که ببست دیده مسکین و دیدنش فرمود. چشمای فرعون رو بست، بعد بهش گفت حقیقت رو ببین، خب ندید، پس بنابراین جزو مثلا اینجوری شد. البته اینا جای بحث داره ها، من شخصا معتقد هستم که فرعون خودش رو فرعون میکنه، فرعون با اعمالش قلبش زنگاردار میشه. میدونی چی میخوام بگم؟ وگرنه خداوند نمیخواد که هیچ کس مثلا جهنمی بشه. بعد نصیحت، حالا اینو دقت کن، این دیگه اصلا بدتر، میگه نصیب دوزخ
اگر تلق برخوردن داید چنان در او جهت آتش که چوب نفتندود. خط بکنه یه بار دیگه. نصیب دوزخ اگر تلق برخوردن داید چنان در او جهت آتش که چوب نفتندود. یعنی چی چوب نفتندود؟ یعنی چوبی که بهش نفت زدی دیگه، چوبی که نفتیه. آتش چجوری سریع میگیره، چوب آتش میگیره؟ میگه اون کسی که نصیب دوزخه، اون کسی که جهنمیه، مقرر شده که بره توی جهنم، حتی اگر رو خودش پوشش بکشه، تلق اندایه، یعنی رو خودش یه پوشش ضد آتش مثلا درست بکنه که آتش به او نفوذ نکنه، آتش مثل چوب نفت‌آلود بهش نفوذ میکنه و ترتیبش رو میده. یعنی اگر خدا بخواد یکی جهنمی بشه دیگه رد خورد. این هم اینه. علم به طالع میمون و بخت بد رفته است. علم به طالع میمون و بخت بد رفته است. اگر تو خشم یعنی ای پسر وگر خوشم. دیگه چی تو خوشت بیاد. چه خوشت نیاد. بعضی ها رقم خورده که خوش به صلاح خوش اقبالن. بعضی هم رقم خورده که اینا بد اقبالن. حالا تو میخواد خوشت بیاد و خوشت نیاد. این خواست خداست. اینجا. ببین خیلی میبینی جبری با قضیه برخورد میکنه. یعنی بیا هر چی هست این خواست خود. اگر اینجوری باشه به طور کلی مسئولیت از گردن انسان ها باز میشه و این اصلا درست نیست به نظر من. شما مسئولین، ما فهم داریم، شعور داریم، انتخاب داریم. حتی مولانا هر دو بچه قضیه رو میگه ها، یه جاهایی جبری صحبت میکنه مولانا، یه جاهایی هم کاملا اختیاری میگه این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. میگه تو میگه آقا این کارو بکنم یا اون کارو بکنم، پس معلومه اختیار داری دیگه، کسی مجبورت نکرده که این کارو بکنی اون کارو بکنی، اونجا که تصمیم میگیری خودت مسئول. و بسیاری جاهای دیگه از همین موارد است. خب بعد میگه گناه نبود، عبادت نبود و بر سر خلق نوشته بود که این ناجی است آن. اینجا میشه مأخوذ، اصلا مأخوذ با خوشنود و اندود و فرمود و افزود و نزدود و نمیدونم سود، مثلا جور در میاد با زاله. این غلطه به نظر من. مثلا مردود در بعضی از نسخ بهتره. مردود میگه گناه نبود، عبادت نبود و بر سر خلق نوشته بود که این ناجی است آن مردود. این درسته. میگه هنوز کسی گناه نکرده بود و نمیدونم عبادت هم هیچکی نکرده بود، اما خدا مشخص کرده بود که این ناجیه، این نجات پیدا میکنه، این آقا مردوده. انگار که همون روز اولی که نطفه ای رو بسته خدا گفتش که این نجات پیدا میکنه، اونم جهنمیه. تکلیفش روشنه. خب ببین اینا با عدالت جور در نمیاد، این با عقل با منطق اینا جور در نمیاد. میگه مقدر است که از هر کسی چه فعلان. درخت مغل نه خرما دهد نه شفتالو. درخت مغل یه نوع خاره، خاره وسط بیابونه. میگه که مشخص شده که هر کسی چه کاری انجام خواهد داد. یعنی در ناسیه طرف نوشته که ایشون این کاره خواهد شد، اینجوری خواهد، اینجور آدمی خواهد شد. میگه مقدر است که از هر کسی چه فعل آید. درخت مغل نه خرما دهد نه شفتالو. درخت خار نه خرما میده و نه شفتالو میده. یعنی یه نفره که ذاتشو کردن خار، اون خار میشه دیگه، هیچ مثلا چیزی هم نیست، راه به قول معروف دخل و تصرفی هم درش وجوده. بعد میگه که حالا به سعی معاشده اصلاح زشت نتوان کرد، چنان که شاهدی از روی خوب نتوان سود. خب دقت کنید، به سعی معاشده، معاشده یعنی آرایشگر. خب دیگه اگر یه آرایشگر بیاد روی یه نفر که ذاتاً زشته، زیبا نیست، هزاری هم که زور بزنه نمیتونه اون زشت زیبا بکنه. یک، به همون گونه که زیبایی رو که زیبایی ذاتی که در یک
چهره شخصی، حالا مرد زن فرق وجود داره، نمیشه زشتش کرد، علکی نمیشه زشت. حالا البته الان دیگه گریم میان میکنن، یه کارایی میکنن، ولی نه به طور طبیعی شده دارم میگم. پس برابری میگه نه، اون کسی که زشته رو ذاتن زشته رو میشه با هی وصل پینه خوشگلش کرد، و نه اون کسی رو که به اصطلاح زیباست میشه علکی زشتش. پس برابری ماهویه، اینا ماهویه. بعد سیاه زنگی هرگز شود سپید به آب، سپید رومی هرگز شود سیاه به دود. ذاتیه دیگه، خیلی ساده میگه اون کسی که سیاه زنگی مال آفریقاست، تو بگی هر روز 10 بار بشورش سفید میشه؟ نمیشه. اونی هم که سفید رومی هستش هی به سرا هی دود به مال به سر صورتش، بله لحظه ای سیاه میشه، ولی یه آب میزنی دو مرتبه سفید میشه، یعنی دائمی نیست. خب اصلا برای این میخواد بگه بعضی چیزا موهویه در ذات انسان هست. بعد میگه سعادتی که نباشد طمع مکن سعدی، که چون نکاشته باشند مشکل است درود. حالا اینجا این بیت خیلی بیت کلیدیه، خیلی هم جالب، دقت کن. میگه سعادتی که نباشد طمع مکن سعدی، میگه اگر تو سعادت نداری به سعادت طمع نکن، با گیر دنیا. بله که چون نکاشته باشند مشکل است درود. اگر کسی چیزی رو نکاشته محصولی هم برداشته، شاید مفهومش این هستش که بسیاری از به اصطلاح زشتی ها، زیبایی ها، چه میدونم جهنمی شدن ها، بهشی شدن ها، محصول آن چیزی است که ما در مزرعه این دنیا میکاریم، که بعد در نهایت تکلیف ما رو روشن میکنی که بهشتی هستیم یا مثلا جهنم هست. علم به آمدنی رفت، اگر رضا و قضا دهی و گر ندهی بودنی بخواهد بود. علم به آمدنی رفت، اگر رضا و قضا دهی و گر ندهی بودنی بخواهد بود. میگه که ما باید که به اصطلاح به قضا و قدر خودمون گردن بدهیم، آنچه که برای ما مقدر میشود، که بخش زیادیش به نظر من باستا و اعمال خودمون هستش، و آنچه که باید بشه، یعنی این به اصطلاح قوانین الهی تغییر ناپذیره، و همچنان اون به اصطلاح چی میگن اون متقن بودن خودش رو حفظ میکنه، چه بخوای چه نخوای این اعمال خودش انجام. پس بنابراین قلم به آمدنی رفت، اگر رضا به قضا دهی و گر ندهی بودنی بخواهد. ما سرنوشت هم این بوده که بیاییم تو این دنیا، بتون تو این دنیا زندگی کنیم، و قضا و قدر ما برای ما مشخص میشه، و آنچه که باید بشود میشود. میخوای حالا تو خوشت بیاد، میخوای خوشت نیاد، اون چه که باید بشود میشود. که همین که عرض کردم، اون چه که باید بشود میشود، به نظر من بخش زیادش، یه بخشی از زندگی ما از حیطه اختیارات ما خارجه، هیچ ما دخل تصرفی هم توش نداریم، این واقعیتی. بنده ایرانی مثلا خلق شدم دیگه، شما همچنین. بنده در خانواده چایچی بودم یا آمره، اینا چیزی نبوده که من مثلا کنترل خودم هم باشه، این در واقع همون قضا و قدری است که برای ما مشخص. اما هر کسی که توی مثلا خانواده چایچی روش کرده همه مثل هم نیستن. خواهرای من متفاوتن، برادرای من متفاوتن، خودم هم متفاوتن، همه هم سر یه سفره مثلا بزرگ شدیم، با یه پدر مادرم مثلا بزرگ شدیم، اما خب حالا دیدگاه هامون مختلفه، بینش هامون متفاوته، اصلا مسیر زندگی هامون با هم دیگه متفاوت بوده. خب اینکه نمیشه محکوم کرد یه کسی رو بگن آقا این اینا چون تو اون خانواده بوده همهشون مثلا یا خوشبختن یا خدای نکرده مثلا همه بدبخت، نه هرچی چیزی وجود نداره، آدم ها متفاوت، و تا حدود زیادی عمل کرده ما برمیگرده به دیدگاه های ما، درک ما از جهان هستی و و و. خب میگه غزل شماره 26 میگه
شرف نفس به جود است و کرامت به سجود، هر که این هر دو ندارد عدمش به که وجود. ای که در نعمت و نازی به جهان قره مباش، که محال است در این مرحله امکان خلود. بی که در شدت فقر و پریشانی ها صبر کن، که این دو سه روزی به سر آید معدود. خاک راهی که بر او میگذری ساکن باش، که عیون است و جفون است و خدود است و قدود. این همه چشمه خورشید جهان افروز است، که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود. خاک مصر طرب‌انگیز نبینی، که همان خاک مصر است ولی بر سر فرعون و جنود. دنیا انقدر ندارد که بدون رشک برند، ای برادر که نه محسود بماند نه حسود. قیمت خود به مناهی و ملاهی مشکن، گرت ایمان درست است به روز موعود. دست حاجت که بری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. این کلمات مترادفی که پشت سر هم دارن چقدر زیباست. از سوری تا به سریا به عبودیت او، همه در ذکر و مناجات و قیامند و بود. کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده از این در نرود بی محصول. پند سعدی که کلید در گنج سعد است، نتواند به جای آورد الا مسعود. خب ببینید چی میگه، خیلی شعر قشنگی. دو مرتبه از همون شعرهای غزل واره ایست که کاملا نصیحت گونه است. میگه شرف نفس به جود است و کرامت به سجود. خب این مشخصه، به شرف نفس یعنی بزرگی نفس، یا مثلا چی میگن شرف دیگه. شرف چی میشه؟ شرف کلمه دیگره شرف، همون شرف دیگه. حالا انسانیت مثلا چه میدونم والایی مقام ها. میگه انسان با جودش اعتبار پیدا میکند، چقدر بخشندگی داره. کرامتش هم با سجودشه. ان اکرمکم عند الله چی اتقاکم، یعنی خداوند میفرمه به صلاح با کرامت ترین شما در نزد من با تقوا ترین شماست. خب پس اینم به سجود عبادت کردن. میگه اگر یه آدمی باشه که نه سجود داره نه چه میدونم جود داره، نه جود داره و نه سجود داره، این بهتره که اصلا نباشه، یه همچه آدمی به درد نمیخوره. ای که در نعمت و نازی به جهان قره مباش، که محال است در این مرحله امکان خلود. میگه آقایون خانمایی که خیلی ثروتمند هستید تو این دنیا، خیلی قره مباشید که این دوره پایدار است، معدوده، یعنی شمرده شده است، تعداد سالهای مشخصیه. حالا ایشالله برای شماها 200 سال، برای دیگران مثلا ممکنه 60 سال 70 سال 80 سال نمیدونم، ولی بستگیه اینجور. من میگه به ای که در شدت فقری و پریشانی ها، بیت بالا به ثروتمندان اینو گفت، حالا به اینایی که فقیره، به ای که در شدت فقری و پریشانی ها صبر کن، که این دو سه روزی به سر آید معدود. اون این بسا که محال است در این مرحله امکان خلود، خلود یعنی جاودانگی. میگه تو این مرحله، از اون مرحله دنیاست، تو این دنیا این شما به جاودانگی نمیرسید، همه میمیرن، این در این شکل. حالا اینجا میگه که حالا به فقیرا میگه، میگه شمایی هم که فقیر هستید خیلی ناراحت نباشید، صبر داشته باشید، این دوره این دنیا معدوده، چند سالی بیش نیست، این هم از بین میره، ما به دنیای بزرگتر بهتری خواهیم رسید. خاک راهی که بر او میگذری ساکن باش، که عیون است و جفون است و قدود، خدود است و قدود. دیگه این زمینی که دوش داری راه میری حواس جمع باشه، با احترام راه بره. چرا؟ این چشم و پلک و صورت و قد و قواره آدم هاست که اینجوری تبدیل به خاک شده. یعنی ما که داریم راه میریم از روی اجساد دیگرانی که مثل ما بودن، خیلی هم از ما مقاماتشون بالاتر بود، خیلی هم حالا عالم بودن، دانشمند بودن، پادشاه بودن، شجاع بودن، رزمنده بودن، خیلی چیزا بودن، ولی الان خاک شدن. پس ما برین
خیلی با تکبر روی خاک راه میره. بعد میگه این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تاب بر آرامگه عاد و ثمود. میگه به این خورشید نگاه کن، این همون خورشیده. یه دوره ای عاد و ثمود و اینا به تو قرآن خوندید دیگه، به سر قوم عاد که پیغمبرشون هود بود، قوم ثمود که پیغمبرشون صالح بود، اینا خیلی آدم های تنومند و درشت اندام بودن و قدرتمند بودن، تو کوه برای خودشون خونه می ساختن و خیلی سرزمین های وسیع داشتن، ثروتمند بودن، خیلی هم مغرور و متکبر بودن، هیچ کس رو قبول نداشتن. و بعد داستانشون توی مثلا چیز قرآن که میخونی، قوم عاد با همه قدرتی که داشتن یه باد اومد همه زندگیشون جمع شد رفت، خودشون از سرما خوش شدن از اون باد. قوم ثمود که خیلی خونه های محکمی در کوه، در کوه میشکافتن، اونجا خونه میساختن، مثلا خیلی خونهشون محکم. میگه که وقتی که پیامبرشون صالح بهشون گفتش که اون شطور رو مثلا اذیت نکنید، چنین چون معجزه‌ای بود که صالح براشون آورده بود که به خدا ایمان بیارن، اینا گفتن این حرفو مزخرفه، گرفتن شطور رو پی کردن به قول معروف، با زدن و کشتن شطور. گفتن خب دیگه این بساط صالح جمع شد. صالح هم گفتش که تا 3 روز مهلت دارید، ولی بعد اگه توبه نکنید چیز میاد، عذاب الهی به شما میاد. اونا هم خندیدن، گفتن که این زده به سرش. بعد گفتش که تو قرآن میگه فقط یک فریاد و همه مرد، یعنی یه حالا توی احادیث میگه نعره چیز بود، صدای نعره جبرائیل بود، نه بر سرش اون فریاد کشید، همین با یه صدا، فقط یک. تو قرآن میگه فقط با یک صدا همشون خوش شده و از بین رفت. پس بنابراین میگه اینو میبینی، این خورشید همون خورشیده، خورشید سر جاشه. قوم عاد و ثمود و فرعون و نم کی و کی و کی همه از بین رفته. بعد میگه خاک مصر ترانگیز نبینی که همان خاک مصر است، ولی بر سر فرعون و جنوب. میگه این خاک مصر رو میبینی، همین الان هم تو کشور مصر خاکا هست دیگه، اون اهرام ثلاثه هم که اونجا هست. میگه این همون خاکه، همون خاک مصر، منتها این خاکیه که رو سر فرعون و سپاهیان فرعونه، یعنی همون فرعون و سپاهیانش حالا شده همون خاک. فرعونی که ادعای خدایی میکرد، گفتش که من مثلا به خدا با خدا در حال جنگ، دنیا انقدر ندارد که به دور رش برند، ای برادر که نه محسود بماند نه حسود. میگه ببین حسادت بدترین چیزه، هم محسود یعنی کسی که نسبت به او حسادت میشود، و هم کسی که حسادت میورزد، هر دوشون از بین میرن. بنابراین این دنیا ارزش نداره که رشک ببری یا حسادت بکن. قیمت خود به مناهی و ملاهی مشکن، گرت ایمان درست است به روز موعود. اگه به روز موعود که روز قیامت هستش، اگه به اون ایمان داری، اگر به روز موعود ایمان داری، قیمت خودت رو با انجام کارهای مناهی، یعنی کارهای خلاف، کارهای زشت، و ملاهی از به اصطلاح یعنی کارها به شادی، چه میدونم الکی خوش بودن، ملاهی یعنی به بازی و سرگرمی و شوخی و اینا. میگه که قیمت خود تو به عنوان یک انسان خیلی ارزش بالاست. اگر به روز قیامت مؤمن هستی که میدونی یه روزی باید پاسخگوی این نعمت زندگی باشی که خداوند بهت داده، سعی کن که خودتو ارزون نفروشی که با کارهای زشت و یا کارهای بیهوده وقت تو تلف کنی. دست حاجت که بری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. ودود یعنی بخشنده، غفور هم یعنی این، ودود بخشنده به معنی منظور دست دل بازه، اون غفور به معنی بخشنده گناه، رحیم هم که یعنی رحم کننده است، کریم هم که یعنی با کرامت دیگه نعمت میده به دیگر. پس بنابراین
میگه تو اگرم دست حاجت میخوای دراز کنی پیش آدم ها نکن، برو پیش اون خداوندی گو این ویژگی‌ها داره. از سوری تا به سریا به عبودیت او همه در ذکر و مناجات و قیامند، و خداوندی که از سوری، سوری یعنی خاک نمناک زمین، از زمین تا آسمان همه موجوداتی که در این جهان هستی وجود دارن ذکر خداوند رو میگن، یعنی عبادت خداوند رو میگن. چجوری؟ در قیام قعودن، یعنی برمیخیزند و سجده میکن. کرمش نامتنائی، نعمش بی پایان، هیچ خانه از این در نرود بی مخصود. اون خداوندی که کرامتش نامتناهیه و نعمتاش هم بی پایانه و هیچ خواهنده یعنی کسی که درخواست میکند میخواهد چیزی را، محتاج است به قول من، از این در بدون مقصود نمی رود. بدون مقصود نمی رود یعنی چی؟ یعنی آنچه را که می خواهد از خداوند می گیرد. یعنی خداوند اینقدر بخشنده است که نیاز همه را برطرف. بعد میگه پند سعدی که کلید در گنج سعد است، نتواند که به جای آورد الا مسعود. میگه که پند سعدی، نصیحت های سعدی که کلید در گنج سعادت است. سعد یعنی سعادت. میگه که سخنان من کلید گنج سعادته. فقط آدمایی که مسعود هستن، یعنی آدمایی که شایستگی به سعادت رسیدن رو دارن، این کلید رو میگیرن، یعنی سخن من رو میپذیرن و چیکار میکنن؟ عمل میکنن و به سعادت هم طبیعتاً میرسن. اینم از این. فعلا که من اسب فصاحت در میدان بلاغت میدوانم مو بر شما میجهانم، و همینطور سخن سعدی رو میخونیم و با هم پیش میریم تا ببینیم به کجا رسیدیم. بعد میفرماید که بسیار سالها به سر خاک ما رود، کین آب چشمه آید و باد سبا رود. این پنج روزه مهلت ایام، آدمی بر خاک دیگران به تکبر چرا رود. میبینید این بیتیه که در غزل قبلی هم دقیقا مترادفش آورده. ای دوست بر جنازه دشمن چو بگذری، شادی مکن که با تو همین ماجرا رود. دامن کشان که می رود امروز بر زمین، فردا قبار کال بدش در هوا رود. خاکت در استخوان رود ای نفس شوخ چشم، مانند سرمدان که در او توتیا رود. توتیا اون ماده سیاه رنگی بود که می رختن توی سرمدان، حالا بعضا خانوما برای آرایش ازش استفاده می کردن. دوده منیزیوم ظاهرا، دوده فلزه که زوبش میکنن، دودش استفاده میشه برای این، و یا بعضا به عنوان مرکب استفاده میکنن برای نوشتن. خب بعد میگه که دنیا حریف سفله و معشوق بیوفاست، دنیا حریف سفله و معشوق بیوفاست، چون میرود هر آینه بگذار تا رود. این است حالتن که تو بینی به زیر خواه، تا جان نازنین که برایت کجا رود. بر سایبان حسن عمل اعتماد نیست سعدی، سعدی مگر به سایه لطف خدا رود. یه بار دیگه، بر سایبان حسن عمل اعتماد نیست سعدی، مگر به سایه لطف خدا رود. یارب مگیر بنده مسکین و دست گیر، کس تو کرم براید و بر ما خطا رود. چقدر قشنگ. ببینید چی میگه جناب سعدی. میگه بسیار سالها به سر خاک ما رود، که این آب چشمه آید و باد سبا رود. یعنی چی؟ میگه ما عمرمون کوتاهه، اما عمر زمین طولانیه. همین کره زمینی که ما الان توش نشستیم بی زحمت امروز، تا امروز 4.5 میلیارد سال از عمرش میگذره. چی؟ 4.5 میلیارد سال
از عمر زمین میگذره، از روزی که به وجود اومده بر اساس نظریه آقایون دانشمندان. آدم این چقدر روی این کره زمین اومده، به دنیا اومده، آدمی که ازش چیز وجود داره به سلام بگو، آدم هوموساپینس، حالا نئاندرتال و بعد حالا اون میمونه و اینا به اوناش کاریم، اونی که میگیم آدم که ما میشناسیم بود 12,000 سال. آنچه که آثار از انسان وجود داره، انسان هوموساپینس، یه چیز بوده 12,000. یه گروه های دیگه هم بودن که نئاندرتال ها بودن قبل از این آدم هوموساپینس، مثل ما متکامل نبودن. این 12,000 سال، حالا دقت کن، این 12,000 سال به 4.5 میلیارد سال چقدر؟ خیلیه، خیلی خیلی کمه، عمر ما نسبت به اون خیلی کم، تو از این کل بشریت. حالا دقت کن، میگه که خیلی سالها میگذره که ما میمیریم، خاک میشیم، این آب چشمه میاد و باد سبا هم در جریان خواهد، یعنی این روزگار ادامه خواهد. این 5 روز مهلت ایام آدمی بر خاک دیگران به تکبر چرا؟ پس ما دوره عمر بسیار بسیار کوچیکه نسبت به دوره عمر زمین، پس چرا باید با تکبر نسبت به دیگران عمل بکنیم، یا با تکبر نسبت به اونایی که مردن مثلا حرکت بکنیم؟ ای دوست، بر جنازه دشمن چو بگذری شادی مکن که با تو همین ماجرا رود. میگه از مردن دشمنت خوشحال نشد، بی زحمت خودت هم به همین گرفتار خواهی شد. ولی فکر اخشون یارو مرد مرد رد. بعد میگه دامن کشان که میرود امروز بر زمین، فردا قبار کاهل بدش در هوا. این آدم هایی که خیلی با تکبر و غرور راه میرن روی زمین، چیزی نمیگذره که قبار وجودشون رو باد تو آسمون خواهد شرم. خاکت در استخوان رود ای نفس شوخ چشم، مانند سرمدان که در او توتیا رود. دیگه همون گونه که توتیا میره داخل سرمدان، خاکم وارد استخوانت میشه. خطاب به خود ما و به همه میگه، میگه این نفس شوخ چشم، ای نفسی که مغرور هستی، بدون همون گونه که توتیا میره داخل سرمدان به اون راحتی، توی استخونای تو هم خاک وارد میشه. پس برای خیلی به خودت مغرور نباش، فکر نکن که من اینم من اونم، من آنم که رستم بود پهلوان، نه فلان بسار، من خیلی باسوادم، من خیلی نمیدونم چند تا تخصص من جانبی و غیر جانبی دارم، اینقدر پول دارم، اینقدر آپارتمان دارم، اینقدر نرم فلان دارم، اینقدر نوکر دارم، اینقدر کلفت دارم، چند تا کارخونه دارم. نه، مغرور نشو، اینجوریه. بعد میگه دنیا حریف سفله و معشوق بی‌وفاست، چون میرود هر آینه بگذار تا رود. میگه این دنیا در حال عبوره، ضمناً هم دو تا ویژگی داره. اولا حریف سفله است، یعنی آدم موجود پستیه، اصلا دنیا یعنی پستیه، گفتم الوا، الوی و الوا، اون یعنی بلند مرتبه، دنیی یا دنیا یعنی پست و فرومایه. میگه دنیا حریف پستیه و ضمناً یه معشوق بی‌وفایی هست. همیشه میگن دنیا رو میگن عروس هزار داماد، شنیدید که هزار تا شوهر داره عروس هزار داماد. پس میگه بی‌وفاست، حالا که داره میره بذار بره، سعی نکن بهش بچسبی به این دنیا، بذار عبور کن و بره. این از حالتن که تو بینی به زیر خاک، تا جان ناظرین که براید کجا رو. دیگه حال روز تن اینه که تو زیر خاک میبینی، برای بار قبرستون، همین که تو شعر قبری هم گفت، برای قبرستون یکی از این قبرها رو بشکاف، نگاه کن ببین همه اینا. من رفته بودم مشهد، یه بار یه سمیناری تو مشهد، من رفته بودم تو مشهد چیز بکنم، کنگره داشتیم و من سخنرانی داشتم این صحبت ها. بعد میدونید که معمولا توی چیزی اکسکورژن میذارن، اصطلاحی اکسکورژن، گردش علمی، تو هر سمیناری معمولا یه گردش علمی میذارن. حالا اون دفعه ما رو بردن تو، چون توی مشهد بودیم، اون اوایل انقلاب هم بود، اون موقع ما رو اکسکورژن دیگه نبردن
تو کوه و دشت و بیابون، چون ما بالاخره تخصصمون توی مسائل آب و خاک و این حرف هستش، ما رو بردن تو حرم. اولا بردنمون توی جاتون خالی تو اون چیچی رضوی، میگن بگو اون رستوران رضوی که غذا میدن و اینا، اونجا یه خورشت قیمه خیلی خیلی خوشمزه ای به ما دادن، دستشون در نکنه هیچ وقت مزهش یادم نمیره، خیلی خوشمزه، یه خورشت قیمه ای به ما دادن. بعد ما رو بردن گردش توی آستانه، ما رو بردن زیر زمین، بردن زیر زمین اون صحنهای بزرگی که شما میبینید توی مثل آستانه رضوی، خیلی بزرگه، هر کدوم واقعا چند هکتار، تمام زیرش مقبره است، قبره. و ما رفتیم، شاید واقعا به همین ارتفاع بود، زیر زمین انقدر پایین رفته بود، وقت توش دالون دالون بود که میتونی از این بری. بعد قبرهای سه طبقه چهار طبقه همینطور رو هم رو هم رو هم قبر بود، و خب اونجا رو میکندن، و وقتی میکندن یک دونه کیسه بود همینطور استخون مرده ها رو جمع میکرد. مثلا باورتون نمیشه، آدم وقتی که میدید اولش یه خورده ما که جا خورده بودیم و چیز شده بودیم، حالا حالت مشمئز کننده است، آدم مثلا این استخونه مثلا قلم پای آدمه، میفهمیدیم قلم پای طرف، یا حتی بعضا اسکلت کله مثلا طرف رو میکندن، خاکار میکندن دیگه، داشتن اونجا رو نبشن. بعد میگفتن چطوری؟ گفتن نه، چون 30 سال گذشته علما گفتن که اشکال نداره میتونید مثلا میکنن. البته خیلی با احترام میذاشتن داخل یه کیسه ای، و بعد اون رو چیز میکردن و میبستن، و هم یه شال سبزی هم بهش میبستن، و بعد میبونه یه جای دیگه خاک میکنن، البته نه اینکه بریزن، میبونه یه جای دیگه خاک میکنن خارج از صحن دیگه، وقت اونجا رو میفروختن، اون قبرهای سه طبقه یا چهار طبقه رو مثلا میفروختن. منظور میخوام بگم که اینه دیگه، آدم این چیزها رو میبینه میگه که حال بدنت زیر خاک اینه، همون استخونه است، اون شکلی میشه. حالا تا ببینیم تکلیف جانت چی میشه بعد از مردن، جانت میره به سوی آسمان، میره به اون به اصطلاح جهان علوی، جهان زیبا، یا نه بر سایه با اون حسن عمل اعتماد سعدی مگر به سایه لطف خدا رود. این هم خیلی جالب. میگه ما نمیتونیم، اعتباری نداره که ما در سایه اعمالمان بخوایم به اون دنیا بریم، یعنی فکر کنیم که من خیلی مثلا آدم خوبی بودم، نماز خوندم، روزه گرفتم، نمیدونم حالا خمسمو دادم، زکاتمو دادم، چه میدونم چهار تا فقیر رو هم دست بالشو گرفتم، این کار خوبو کردم، اون کار خوبو کردم، این من در پرتو این اعمالم حتما من بهشتیم. میگه نه، اون خوبه، اما نمیتونی به اون خیلی هم اعتماد کنی، تو باید به لطف خدا اعتماد بکنی که خداوند غفور و رحمان و بخشنده است، او باید تو رو به اصطلاح در سایه لطف خدا بخشیده بشی و انشاءالله به بهش بری. دارم مگیر بنده مسکین و دستگیر، کس تو کرم براید و بر ما خطا رود. میگه که خدایا، دعا میکنه دیگه، میگه خدایا ما رو یقه ما رو نگیر دیگه، به ما سخت نگیر و دست ما رو بگیر در عوض، به جای اینکه ما رو به خاطر اعمالمون مؤاخذه کنی و گیرمون بدی و فلان، نه دستمون رو بگی کمکمون کن، زیرا که تو ویژگی تو اینه که تو کرم میکنی، کریمی، ویژگی ما هم اینه که بنده ایم و ممکن رو خطا هستی، ما هم خطا میکنی، یه غلطی میکنی، یه کاری نباید بکنی میکنی، یه چیزی نباید نگاه کنی میکنی، یه حرفی نباید بزنیم میزنیم، یه جایی نباید بریم میریم، یه چیزی نباید بخوریم میخوریم، بالاخره یه کارای اینجوری میکنی، ممکن الخطا هستی. بنابراین تو به نظر لطف به ما نگاه کن و چشم پوش. این چه قشنگه. خب اما غزل بعدی، میخوام تا غزل 30 برم. خب خودتون رو آماده کن، 28 این چیز، دو تا سه تا دیگه بیشتر. به به، وقت آن است که ضعف آید و نیرو برود، قدرت از منطق شیرین سخنگو برود، ناگهی باد خزان آید و این رونق و آب که تو میبینی از این گلبن خوشبو برود.
پایم از قوت رفتار فرو خواهد ماند، خنک آن کس که حذر گیرد و نیکو برود. تا به روزی که به جوی شده باز آید آب، یعلم الله که اگر گریه کنم جو برود. من و فردوس بدین نقد بضاعت که مراست، من و فردوس بدین نقد بضاعت که مراست، اهرمن را که گذارد که ببینو برود. یعنی سالیه خیلی قشنگ. سعیم این است که در آتش اندیشه چو عود خیشتن سوختم تا به جهان بو برود. همه سرمایه سعدی سخن شیرین بود، وین از او ماند ندانم که چه با او برود. این هم یه تلمیح بسیار زیبای این بیت آخر. حالا اولا این دقت میکنید راجع به مصداق شما که جوونید، ولی مصداق حال منه بیشتر به این خیلی میخوره. میگه وقت آن است که ضعف آید و نیرو برود، قدرت از منطق شیرین سخنگو برود. میبینید میگه وقتش رسیده که ضعف بر ما مستولی بشه، یعنی پیر شدم دیگه، و نیرو از بدن ما داره دیگه کم میشه از بین. و بعد قدرت از منطق شیرین سخنگو برود، یعنی این زبان گویای من چی بشه دیگه، قادر به گفتگو و حرف زدن نباشه. ناگهی باد خزان آید و این رونق آب که تو میبینی از این گلبن خوشبو برود. دیگه باد خزان عمر میوزد و این آب و روغن، این حالا چهره متبلوری که میبینی حالا یه رنگی داره، بویی داره، چه میدونم نمودی از خودش داره، این باغ به خزان تبدیل میشه. یعنی باغ زندگی ما به خزان تبدیل میشه. پایم از قوت رفتار فرو خواهد ماند، خنک آن کس که حذر گیرد و نیکو برود. دیگه پای من دیگه چی میشه، قدرت حرکت کردن نداره، پیر میشه. خوش به حال اون کسی که حواسش جمع بوده و در مسیر درست حرکت کرده و حالا که از این دنیا میره با یک توشه خوبی از اعمال از این دنیا بره. تا به روزی که به جوی شده باز آید آب، یعلم الله که اگر گریه کنم جو برم. میگه خدا میدونه که برای بازگشت آبی که در جوی گذشته و رفته، یعنی دنیا مرتبه برگرده و من بخوام دو مرتبه جوان بشم، میگه من باید انقدر گریه بکنم که جوب و آب میبره. یعنی ما بگه که این چیز محالیه که عمری که رفت دیگه رفته و بازگشت پذیر نیست. من و فردوس بدین نقد بضاعت که مراست، میگه من میخوام برم بهشت با چی؟ با این نقد بضاعت، با این دستمایه‌ای که دارم، با این اعمالی که انجام دادم. سوالیه با تعجب، میگه من میخوام برم بهش اینجوری با این با این. اهرمن را که گذارد که به میرو برابر، کی اجازه میدید ابلیس پاشه بره به بهش؟ یعنی میخواد بگه چی؟ یعنی میخواد بگه اعمال من اونقدر پست و کوچیکه که من مثل به اصطلاح ابلیسی هستم که هرگز رام نمیدم توی بهش. سعیم این است که در آتش اندیشه چو عود خیشتن سوختم تا به جهان بو برود. دیگه من تلاشم این بوده که مثل عود به اصطلاح افکار خودم رو چیکار کنم، پخش بکنم در جهان. یعنی همین حرفایی که داریم میزنن که واقعا هم حرفای بسیار ارزشمندیه. میگه تمام تلاش من در طول زندگی این بوده که مثل عودی باشم که بوش دنیا رو فرا بگیره. و این چیه؟ اون اندیشه من است که به اصطلاح داره پخش میشه. همه سرمایه سعدی سخن شیرین بود، وین از اون ما ندانم که چه با او برود. میگه ما تمام سرمایه ما همین چهار تا کلمه حرفی بود که بلد بودیم بزنیم و زدیم و توی گلستان و بوستان و غزلیات و طیبات و نمیدونم چیزایی که مواعظ و قصه الهازایی که سعدی گفته دیگه، خیلی حرف زیاد زده.
دیگه همه سرمایه ما این بود، این از ما مونده، حالا دیگه مونده که چی با ما بره. خدا کنه که این که از ما مونده توشه آخرت ما باشه که وقتی که میریم بونده. این هم از این خوشبختانه غزلاش خیلی طولانی نیست، اینم یکی دو تارم بخونم بعد دیگه یه بریک میگیریم و از حضور و وجود دوستان استفاده میکنیم. بعد اینجا رو دقت کنید، این خیلی جالبه، این غزل همش در مورد تناقضات صحبت میکنه. تناقضات، ببین چی میگه: روی در مسجد و دل ساکن خمار چه سود، خرقه بر دوش و میان بسته به زنار چه سود، هر که او سجده کند پیش بتان در خلوت، لاف ایمان زدنش بر سر بازار چه سود. ببینید همش سوالی، دل اگر پاک بود خانه ناپاک چه باک، سچ و بی مغز بود نغزی دستدار چه سود، چون طبیعت نبود قابل تدبیر حکیم، قوت ادویه و ناله بیمار چه سود، قوت حافظه گر راست نیاید در فکر، عمر اگر صرف شود در سر تکرار چه سود. عاشقی راست نیاید به تکبر، سعدی چون سعادت نبود کوشش بسیار چه سود. دقت کنید همش تناقض دیگه، میگه روی در مسجد و دل ساکن خمار چه سود، یه نفر صورتش به مسجده اما دلش پیش خماره، اونجایی که میرن عرق میکنن، مشروب میکنن، لهو و لعب میکنن، این چه فایده داره؟ هزاری هم که شما هر روز اول وقت مثلا صبح حتی قبل از امام جماعت تو مسجد حاضر باشی و نماز صبح بخونی و نمیدونم نماز ظهر هم سر وقت بخونی و خط اول نماز جماعت هم باشی و وضو هم بگی، همه کارا بکن، اما دلت و فکرت و ذهنت در خانه خماره، چه فایده داره؟ هیچ تأثیر این نماز بر شما نگذاشته. خرقه بر دوش و میان بسته به زنار چه سود، خرقه درویشی گذاشته رو دوشت، یعنی ما درویشیم اما زنار خدمت کلیسا و کنیسا رو به کمرت بستین، چه فایده داره؟ هر کی او سجده کند پیش بتان در خلوت، لاف ایمان زدنش بر سر بازار چه سود. میگه اونی که توی آن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند، طرفی که توی خلوت سجدهش به سرا بتان آنچنانی هستش، این دیگه بیاد هی لاف این بزنه که آقا ما نماز میکنیم، روزه میگیریم، نم مسلمونیم، چنیم، چه فایده ای داره؟ دل اگر پاک بود خانه ناپاک چه باک، سرچ و بی مغز بود نغزی دستار چه سود. ببینید بگه اگر دلت پاکه اما خونت ناپاکه اش اشکالی نداره، مهم نیست، چون قلب تو پاکه حالا خونت کثیفه، این اشکال نداره. اما وقتی که مغز نداری ولی یک عمامه بزرگ میبندی از جنس حریر، چه فایده داره؟ ظاهرت عالم نشون میدی ولی در مغزت هیچی نیست. بعد میگه چون طبیعت نبود قابل تدبیر حکیم، قوت ادویه و ناله بیمار چه سود. میبینید چون طبیعت نبود قابل تدبیر حکیم، یعنی حکیم پزشک وقتی که نمیتواند یک بیماری رو که متاستاز کرده، آقای دکتر سرطان گرفته، قدر سرطانش متاستاز کرده، وقتی متاستاز کرده این دیگه قابل چیز نیست، قابل بهبود نیست، حالا هی بهش داروی اینه بده، داروی اونو بده، این کار بکن، اون کار بکن، قابل اصلاح شدن نیست، اون مریض از دست رفتنی. پس میبینید دیگه چون طبیعت نبود قابل تدبیر حکیم، حکیم نمیتونه طبیعت اینو درست کنه، خوبش کنه، دیگه هرچی هم دارو ما رو بهش بده فایده. بعد میگه قوت حافظه گر راست نیاید در فکر، عمر اگر صرف شود در سر تکرار چه سود. ببینید میگه که وقتی که حافظه شما کار نمیکنه، به یاد نمیاری، نمیتونی چیزی رو حفظ کنی،
حالا تمام عمرت بشین هی تکرار کن یه شعری رو، یه حرفی رو که میخوای به خاطر بسونی. فایده ای نداره وقتی که ذهنت آماده نیست. بعد میگه عاشقی راست نیاید به تکبر. سعدی خیلی قشنگ میگه جناب سعدی عشق و تکبر با هم جمع نمیشه، امکان نداره. یه نفر متکبر باشه ضمناً ادعای عاشق بودن هم امکان نداره، چون سعادت نبود کوشش بسیار چیزی. وقتی که سعادت به صورت چیزی رو نداری، هر چی سعی کنی به اون نخواهی رسید. این آخریش هم من بخونم دیگه، بعد یه بریک میگیریم و شما استراحت بهتون میدم. خیلی هم قشنگ اینجا. حالا از قضا یک غزل چی؟ عاشقانه و عارفانه است. خیلی هم زیباست. دیگه معلوم که این با معشوقش داره حرف میزنه تو این شعر. دیگه هر کسی در حرم عشق تو محرم نشود، هر براهیم به درگاه تو ادهم نشود. با یزیدی و جنیدیش بباید تجریج، ترک و تجرید مشایخ به تو معلم نشود. آنچه در سر زمایر بود شیخ کبیر، هر کسی در سر اسرار مفهم نشود. یا هر کسی در سر اسرار مفهم نشود. اینجوری بهتونی قشنگتر. تازه دنیا نکند ترک سلاطین جهان، سالک راه و گزین همه عالم نشود. ترک دنیا نکنی نعمت عقبا طلبی، سالیه ترک دنیا نکنی نعمت عقبا طلبی، این دو عالم به تو یک جای مسلم نشود. گر خردمندی از او باش جفایی بیند، شادمان گرد و دیگر به سر غم نشود. سنگ بدگوهر اگر کاسه زرین شکند، قیمت سنگ نیفزاید زر کم نشود. سعدیا گر به تو در دست به در سعدیا گر به تو در دست به دروان برسی، هر که دردی نکشد لایق مرهم نشود. میبینید شعریست که یه بخشش به صلاح گویا که سعدی با معشوق داره صحبت میکنه، یه بخشش خطاب به مستمعان داره صحبت میکنه، آخرش هم که با خودش داره حرف میزنه. دیگه هر کسی در حرم عشق تو محرم نشود، هر براهیم به درگاه تو هم نشود. دیگه به صلاح حریم عشق تو یه حریم مقدسیه، هر کسی نمیتونه محرم حریم عشق تو بشه که بیاد در وادی معشوقان عاشقان تو قرار بگیره. و هر ابراهیمی هم تبدیل به ابراهیم ادهم نمیشه. ما ابراهیم زیاد داریم، ابراهیم های خیلی زیادی تو این دنیا بودن و هستن و خواهند بود، ولی دو تا ابراهیم معروف ما داریم، یکی کیه؟ اون ابراهیم پیامبره، یکی هم ابراهیم ادهمه. همه اون نمیشه. بایزید و جنیدیش به باید تجریش، ترک و تجرید مشایخ به تو معلم نشود. بله تجرید یعنی مجرد شدن، یعنی به اصطلاح دوری کردن از زخارف دنیایی که یکی از به اصطلاح مراتب و یکی از الزامات حرکت در سیر و سلوک الهی هستش. میگه بله یه بایزیدی و یه جنیدی که اینا از عرفا و بزرگان به اصطلاح صوفیه بودن، میگه بله اونا وقتی که خودداری میکنن و خودشون از دنیا باز میکنن و جدا میکنن، مراحل سیر و سلوک عرفانی رو درست چیز میکنن، به قول معروف میرن بالا. و هر کسی نمیتونه بگه آقا بنده حالا یه چند روز روزه گرفتم، یا مثلا چند روز اون کار نکردم پس منم میشم مثلا مولانا، منم میشم بایزید بسطامی، منم میشم مثلا جنید، منم میشم ابوالحسن خراغانی، مثلا خراغانی اینجوری. نه اینجوری نیست. بعد میگه یادتون باشه اینها بعضی از کارهایی که انجام میشه به
به اصطلاح شرط لازمه ولی کافی نیست. یادتون باشه مثلا شما می در قرآن کریم میفرماید که وقتی که قرآن تلاوت می شود گوش فرا دارید، سکوت کنید و گوش فرا دارید، شاید که رسته باشد. دقت کردید؟ یعنی چی؟ یعنی یکی از به اصطلاح اهرم هایی این که شما رستگار بشید یکیش هم اینه که بله قرآن که تلاوت میشه گوش کنید و خب این تأثیر میذاره و شما رو در مسیر رستگاری کمک میکنه. اما الزاماً فقط بخوای بشینی قرآن گوش کنی رستگار نمیشی، هزار یه کار دیگه هم هست که باید بکنی، اینم یکیشه. پس به همین دلیل میگه که وقتی که قرآن تلاوت میشود گوش فرا دارید، شاید که رستگار شد. یعنی شرط لازم هست، یکی از شروط لازم هست ولی کافی نیست. پس میگه آنچه در سر زماگر بابد از شیخ کبیر، هر کسی در سر اسرار مفهم نشود. میگه یک سری اسرار در ضمیر و باطن شیخ کبیر هست. حالا این شیخ کبیر هر کسی میتونه باشه، یا عارف بزرگ باشه. بعضی ها میگن که یکی از علمای هم دوره سعدی بوده که معروف بوده به شیخ کبیر، از عرفای اون دوره خودش بوده. میگه که در سر در ضمیر اون شیخ یک سری اسرار هست، ولی هر کسی هم اسرار مفهوم نمیشه براش، هر کسی اون شیخ کبیر نخواهد. باز دنیا نکند ترک سلاطین جهان، سالک راه و گزین همه عالم نشود. میگه که اونها که در مسیر سر و سر حرکت میکنن، اولین کاری که میکنن باید چی باشه؟ ترک دنیا و سلاطین دنیا رو بکنن. اون موقع هستش که میشن سالک راه و گزین همه عالم، یعنی پیشوای انسانهای دیگه میشن که به اون تأثیر خواهند کرد. پس شرط اول. بعد میگه ترک دنیا نکنی، نعمت عقبا طلبی، این دو عالم به تو یک جا مسلم نشود. میگه تو همه جور وابسته به دنیا هستی، ولی اون وقت حالا تازه ادعای آخرت هم میکنی؟ امکان نداره، دنیا و آخرت هر دوش با هم دیگه به یه نفر داده نمیشه، یا بسیار سخته. میدونی خیلی جالبه که اون داستان حضرت مسیح که نمیم داستانش شنیده دیگه، حضرت مسیح توی مسیری که میرفت با حواریونش، یه آدمی ثروتمندی بود و اونم سوار مثلا اینا پیاده میرفتن، اینا درویش بودن، من دعای خدا اسب و الاغ و این چیزا که نداشتن، پیاده میشه راه میرفتن همراه کارو. و اون آدم ثروتمند روی چه میدونم اسب بود و شتر داشت و کجاوه داشت و خیلی اوضاعش مرتب بود و غذا میخورد مرتب، اون بالا میوه میخورد، این حرفا، هیچی هم به مثلا اطرافیان خودش کمترین توجهی نداشت. که حضرت مسیح فرمود که وقتی که میرفت رو کرد به شاگرداش، گفتش که چقدر سخته که ثروتمندان وارد بهشت خدا بشن. گفت چقدر سخته که ثروتمندان وارد بهشت خدا بشن. نگفت امکان نداره ها، یعنی ممکنه یک کسی هم باشه ثروتمند هم باشه در بهشت هم وارد بشه با اعمال خوبی که میکنه و خیرات و برکات، ولی عمدتاً اونایی که خیلی ثروتمندن آدمای خیلی دست و دلبازی هم موشک نیست. خب بعد میگه که گر خردمندی از او باش جفایی بیند، شادمان گرداد دیگر به سر غم نشود. میبینید میگه که آدمای خردمند وقتی که سختی و ناراحتی جفایی از اوباش میبینن اتفاقا چیز نمیشن، ناراحت نمیشن و شادمانی میکنن و از این موسیقی غم نمیخواد. چرا؟ چون میخواد بگه که هر مصیبتی که برای یه نفر به وجود میاد، انسانهای وارسته اون رو محکی برای سنجش تحمل و به قول معروف شکوندن غرور و تکبر خودشون. بعد میگه سنگ بدگوهر اگر کاسه زرین شکند، قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشد. این دقیقا پاسخ همون بیت بالاییه. میگه یه سنگ بی ارزش اگر بزنه و یک کاسه زرین رو بشکن، یعنی همون نادانی که به خردمند توهین میکنه، بشکنه
قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود. سنگ ارزشش زیاد نمیشه با شکوندن مثلا این جام طلایی. اتفاقا این جام طلایی هم ارزش طلای خودش همچنان چیه داره، هیچ تفاوتی براش نمی. پس بنابراین خردمندان وقتی مورد توهین بیخردان قرار میگیرن ناراحت میشن. بعد میگه که سعدیا گر به تو درد است به درمان برسی، هر که دردی نکشد لایق مرهم نشد. میگه سعدی تو اگر درد داری درمان پیدا میکنی. چی؟ یعنی میگه درد عشق باید در تو وجود داشته باشه که به معشوق راه پیدا کنی. اگر درد در تو وجود نداره پیش طبیبم نمیری، دنبال طبیبم نمیری، دنبال داروام نمیری. پس میگه هر که دردی نکشد لایق درمان نشد. تا درد نباشه به صلاح درمانی هم وجود نداره. خب من خیلی ممنونم، یه خورده هم من زیاد صحبت کردم ولی میخواستم که تلافی بفرمید خواهش میکنم. کی؟ بله زن داشته نمیدونم بنده با جاده جمع توضیح داشتم راجع به این توانگرزاده. بله بله بفرمید. در گلستان سعدی هست توانگرزاده با درویش بچه مناظره همی پیوست. بله بله. بله آخرش همینه. تربت پدر من سنگین است و کتاب رنگی، بگور پدرت چه ماند، مشتی دو خاک نهاده و خاک بر او ریخته. بله. او وقت بچه درویش میگه تا پدرت زیر اون سنگ های سنگین جنبیده باشد پدر من به بهش رسیده باشد. این از گلستان سعدی. بله. حالا مولانا گفته یا دیگری اصلش اینه که خدمتتان گفتم به طور طنز در گلستان سعدی هست. بله. توی استاد علایی توی مولانا هم یه داستانی دیگه هم هست که دیگه که جوهی میگه که جوهی با پدرش در به اصطلاح تشییع یه جنازه ای رو میکردن. بعد یه ثروتمندی مرده بود، اون فرد رو داشتن تشییع میکردن. بعد اون وقت چیز بچه اون ثروتمند بهش داشت مثلا زاری میکرد و میگفتش که بابا تو حالا کجا میری؟ میبرند یه جایی که نه چراغ داره، نه نمیدونم فرش مثلا اونجا هست، نه چه میدونم حالا سیستم گرمایشی و سرمایشی وجود داره، نه اینجوریه نه اونجوریه نه اونجوریه، این حرفا رو میزد. بعد جوهی میگه که برمیگرده به باش میگه بابا این آدرس خونه ما رو داره میده. دقیقاً این آدرس خونه ما. منظور رو بگم خیلی جالبه این داستانی که میگه، میگه ما خونه ما همینطوریه دیگه، نه سرمایش داره نه گرمایش داره نه چراغ داره، نمیدونم غذای کسی توش مثلا نمیپزه، از این حرفا. خیلی جالب. خب بله استاد علی، یکی کلمه جلاب بود. جلاب جلاب بله معرب کلمه گرابه. در شعر فارسی قدیم گراب برای درمان به کار می بردن. در شعر خاقانی خانه دل عبرت بین اونجا میگه از دیده گلابی کن درد دل ما بنشان. در شعر سعدی مکرر به کار رفته جلاب. این قسمت درخت مقل، خار مقیلانه. بله. یه خار درخت کوتاهیه همش خاره. بله. یکی هم سرا و سریاست. سرا از سرا تا به سریا. یعنی یکی هم در گنج سعداست این مصرع. پند سعدی که کلید در گنج سعداست. سعدا جمع سعیده، جمع مکسرشه. من فکرم سعد نوشته بود استاد سعدا.
با هم بخوانی سعداست، الف بعدشه. پند سعدی که کلید در گنج سعداست، کس نه الا مسعود. بله بله بله, بله. خیلی متشکرم که وقت به من دادید. سعدا پس یعنی پس این است نیست، سعداست. سعداست نوشته، من اینجوری خوندم. پند سعدی که کلید در گنج سعد است، من خوندم. پس وزن شعر به هم میخوره اصلا. بله بله، بسیار عالی، مرسی، ممنون. خب خواهش میکنم دیگه بقیه دوستان نکته ای مطلبی. جناب فرهنگ عزیز، خدمت خانم فرنیام سلام عرض می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان. واقعا هر موقع که شما رو می‌بینیم دیگه دلمون باز میشه با این صحبت‌های شما، با این اشعار، با این گفته‌ها. به به به، چقدر دلپذیره. تشکر میکنم ازت. خیلی ممنونم سرکار. حالا امشب برام شعر میخونید از من دیگه انشاءالله؟ حتما حتما. من ببینم جناب فرهنگ مطلبی واسه ما دارن در رابطه با این شعرهایی که خوندیم، چون ایشون به هر حال صاحب نظر هستن، دوست داریم نظر. خواهش میکنم آقای دکتر، خواهش میکنم. هر شبد همونطور که آقای علایی فرمودن، برای قند چیز گلاب و بله برای درمان به کار میبردن. و سعدی میفرماید بله. تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. سلامت همه آفاق در سلامت دوست، به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد. شفا اگر طلبی از کلام حافظ جو، که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد. احسن گلابو به کار میبره. اجازه این فرمان من یک کلام حرف بزنم. فرمایید. اسم جنید اومد. از نظر من جنید با یزید بسطامی آورده. از نظر من جنید آدم بدنامیه در تاریخ عرفان، برای که این جنید به فرمان خلیفه حکم قتل حلاج را داد و جلاد حلاجی که گناهی نداشت جز حق گفتن. بله. جز دفاع از مردم بیچاره و دفاع از حق. ولی خلیفه به جنید گفته باید اینو حکم قتل شواهد بدی. و در واقع آخوند درباری بوده. جنید بله. آخوند درباری بوده به حرف یعنی بایزید ممکنه ما چیزی ازش نشنیدیم، ولی جنید به فرمان خلیفه حلاج رو قاتل اعلام کرد و کشتنش دیگه. بله، مرتد اعلام کرد در واقع. بله. درست میفرماد آقای سهرابی، خیلی درست. وقتی که دارن اعدام میکنن یک عارفی، نباید جنیدی فتوا میداد. درست. خودش عارف بوده جنید یا؟ بله، قاضی القضات، تقریبا حدود قاضی القضات اونجوری بوده. بعد عارف معروف بوده. خیلی عجب عجب. خیلی دیگه. حالا خب شورای قاضی هم همینطور بوده. برنامه شده قتل امام حسین و اون فتواشو داد به معاویه، به یزید. برای یزید جنگ با امام حسین و اون فتوا داد. یکی هم بود که در دوره سربداران بود که اونم به اصطلاح احکام میداد برای مغول ها که بسیار انقلابیون رو میکشن. قاضی شاره، اگه اشتباه کنم قاضی شاره. متاسفانه این شخصیت ها همیشه وجود داشتن دیگه در طول تاریخ. خب حالا من میخوام که یه تنوعی بشه. اول من از خانم فریما خواهش کنم که یه آوازی برامون بخونن، یه خورده خستگی شما در بره، تا بعدم من از خانم پرنیا خواهش کنم که برامون شعر بخونن و بقیه دوستان. خانم فریما بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام و درود خدمت
همه حاضرین در جلسه، اگر خاطرتون باشه جلسه گذشته خانم وفایی عزیز شعری از شیخ بهایی به زیبایی دکلمه کردن و از من خواستن که این جلسه اگه بتونم اینو براشون بخونم به صورت تصنیف. تقدیمش میکنم به ایشون، امیدوارم که بپسندن و ببخشید با ضیق وقت. این تصنیف در بیات اصفهان در دستگاه همایون هست. تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه، خواهد به سر آید غم هجران تو یا نه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه، بلبل به چمن زان گل رخسار نشاندی، پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید، عارف صفت وصف تو در پیر و جوان دید، یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید، دیوان منم من که روم خانه به خانه، دیوان منم من که روم خانه به خانه، هر در که زدم صاحب آن خانه توی تو، هر جا که روم پر تو به کاشان توی تو، در میکده و دیر که جانان توی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. بسیار عالی. هم شعر قشنگ بود، هم خواننده بسیار زیبا اجرا کرد، هم متقاضی تقاضای بسیار همه دست به دست هم بود. خیلی ممنون. اقرار زیباتر از جناب مختاباد اجرا کردید. بسیار شما لطف دارید، واقعا منو به تعظیم واداشتید فریماه جان، بسیار احسان. جناب دکتر شایچی، ممکنه لطفا از آقای علایی بفرمایید که چرا به تلفن ها جواب نمیده؟ آقای علایی به تلفن جواب نمیده. خیلی متشکرم، خیلی ممنون. واقعا تلفن مدتی بود اصلا با کلی گم کرده بودم، خیلی شرمنده. ای بابا. آره حالا پیدا کردید؟ پیدا شده از این بعد در خدمتت هستم. فهمت. در خدمت این جمع محفل ادبا واقعا ادیبان. خیلی سپاسگزارم، دست بوت همه هستم واقعا. حالا استاد علایی الحمدلله دیگه در دسترس هستن دیگه، از این به بعد من در خدمت تو هستم، هر وقت لازم باشه از حضور و وجودشون استفاده خواهیم. من الان میخوام خواهش کنم که سرکار خانم پرنیای عزیز برامون یکی از اون غزل‌ها و یا ترانه‌های قشنگشون رو بخونن و ما لذت ببریم و استفاده کنیم، بعدم از حضور بقیه دوستان هم استفاده کنیم. تشکر میکنم. تقدیم شما عزیزان در باره ایران، مگر ز مهر تو ایران تا
توان رستن هست و یا ز شور حافظ و سعدی تب گسستن هست. کتیبه ای که بود یادگار کوروش ما، نماد عشق و خرد هم به کوی و برزن هست. مغول برفت و نیاکان ما همه پیروز، که نقش قدرت ایران ببین تهمتن هست. درخششی که ز اجداد پرهنر داریم، پیام روشنی از عدل و حق شنفتن هست. خردگرایی زرتشت و مولوی هر دو، چراغ راه جهان گشته حرفه و فن هست. سرشتند مرا از گل محبت و عشق، به عهد بسته کجا قدرت شکستن هست. تقدیم بشم. دستتون درد نکنه. مرسی، خیلی ممنون. تشکر. از اون اشعاری بود که ما رو به ایرانی بودن خودمون مفتخر میکنه واقعا. دستتون درد نکنه. ممنون. تشکر میکنم. تشکر. حالا من هم تو به ترتیب دارم هم با سن و هم با جنسیت پیش میرم دیگه. و جناب آقای دکتر سهرابی بزرگوار، می‌خوایم که این تنوع صدای خانم آقا رو داشته باشیم. لطف کنید که یه استفاده هم از حضور و وجود شما با اون اشعار بسیار زیباتون باشه. من یه غزل عاشقانه می‌خونم. کدومش غیر عاشقانه بود آقا؟ همش عاشقانه بود. تو فیسبوک من خواندم چند تا غزل. بسیار بفهمید. ممنون. نمیدانم که گاهی میکنی یاد مرا یا نه، دلت گم میشود در ازدحام یادها یا نه. نمیدانم مرا چون پیشترها سایه میخوانی، نگاهی میکنی گاهی غزلهای مرا یا نه. هوا پاییزی و دلتنگی و اندوه رنگارنگ، تو هم آیا نصیبی میبری از این هوا یا نه؟ مرا عشق تو ویران کرد و خشت سالمی نگذاشت، تو هم در این خرابی مبتلایی مثل ما یا نه؟ چه باران غمی از آسمان سفله می بارد، چون این ابری نشسته تنگ در شهر شما یا نه. برای دیدنت دست دعا دارم گه و بیگاه، نمی دانم که کاری می کند دست دعا یا نه. در این حال و هوای تلخی بازار روز و شب، به دادم میرسی روزی شبی در این بلا یا نه. پری افتاد از بال هما در آسمان من، از این سو آمدی امروز ای مرغ هما یا نه. اسیر خلقت و کار دلم یاغی، نمیدانم که این شش روزه هستی میارزد این بها یا نه. تمام. ممنون. عالی بود. عالی. بسیار. دستتون در نکنه. شما هم همون سخن سعدی رو گفتید به زبان دیگری. همین غزلیات سعدی در واقع در همین وادیا بود که شما فرمودید. خب حالا میرسیم سر
حالا دیگه میخوام یه آواز خانم پوران رو میبینم تشریف دارن. خانم پوران برای ما آوازی میخونید لطفا. سلام آقای دکتر شایچی. سلام عزیزم، حالتون چطوره؟ خوب هستی؟ متشکرم، مرسی. من همین الان رسیدم، ببخشید من نبودم خونه. نه من آمادگیشو ندارم. خیلی ممنون، لطف میکنید که به من وقت میدید، ولی برای امروز نه. خیلی متشکرم، مرسی. مسئله نیست، حالا میذاریم به حسابتون، دفعه بعد دو تا بعد برامون آواز بخونید. خیلی متشکرم، ممنونم، مرسی. خواهش میکنم. خب حالا رسیدیم سر اون جنگ روغن و تدیج. ببینیم که دفعه قبل تدیجشو دادیم به شهرزاد خانوم، مثل اگه اشتباه نکنم درسته؟ خب حالا این دفعه دیگه شهرزاد خانوم اگر آمادگی دارن برای اون یه شعری بخونن که خانوم وفایی رو بذاریم برای تدیجش. بفرمایید شهرزاد خانوم، آمادگی دارید لطفا؟ سیدشون مثل که بسته است. خب مثل که نیستن ایشون. خب خانوم وفایی ظاهرا مثل که ایشون تشریف ندارن. حالا شما پس لطف کنید دیگه، مثل که بازم میخواد تدیجش خودش بکنه، حالا اشکال نداره، شما بفرمایید. سلام و عرض ادب دارم خدمت همگی دوستان و سروران. سپاس از شعر زیبای جناب سهرابی، خانم پرنیان عزیز و آواز واقعا زیبا و مدهوش کننده فریماه نازنین. من با اجازتون اجازه بدید که من پیدا کنم. ممکنه یک کمی این شعر طولانی باشه، من سعی میکنم بسیاری از ابیاتش رو نخونم، ولی امیدوارم که به شعر آسیبی نزنه. نشد مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت کی فرزند خرد بی گناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بینا خدای، گر نیارد ایزد پاکت به یاد، آب خاکت را دهد ناگه به باد، وحی آمد کین چه فکر باطل است، ره رو به ما اینکن در منزل است، پرده شک را برانداز از میان، تا ببینی سود کردی یا زیان، ما گرفتیم آنچه تو انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی، در تو تنها عشق و مهر مادریست، شیوه ما عدل و بند پروریست، نیست بازی کار حق خود را مباز، آنچه بردیم از تو بازاریم باز، سطح آب از گاه بارش خوشتر است، دایش سیلاب و موجش مادر است، ما به دریا حکم تو طوفان می دهیم، ما به سیل و موج فرمان می دهیم، نسبت نسیان به ذات حق مده، بار کفر استین به دوش خود منه، به که برگردی به ما بسپاریش، کی تو از ما دوستر میداریش، میهمان ماست هر کس بی نواز، آشنا با ماست چون بی آشناست، ما بخوانیم ارچه ما را رد کنن، ای پوشی ها کنیم عربت کنن، کشتی زاسی به موجی هولناک، رفت وقتی سوی غرقاب هلاک، طاقتی در لنگر و سکان نماند، قوتی در دست کشتیبان نماند، ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست، بندها را تار و پود از هم گسیخ، موج از هر جا که راهی یافت ریخ،
هرچه بود از مال و مردم آب برد، زن گروه رفته تفلی ما خورد. حالا حدس بزنین این تفل کی بوده؟ من بقیه شعر رو میذارم برای دفعه آینده. من میدونم کی بوده ولی نمیگم، بذارید دیگران بگم، ولی من میدونم چون شعر مال پروین اعتصامی. بله بله کاملا مال پروین. بله بسیارم زیبا بود، بسیارم قشنگه. حالا بماند بماند پس بماند واسه بقیه جلسه آینده. بله میترسم خسته بشن دوستان. نه نه تو هم قشنگ بود، میخوندید والا، وقتم داریم بخونید، اشکال نداره بخونید، تمومش کنید، قشنگه. استدام خیلی زیباست، واقعا زیباست. بله بفهمید. هر چه بود از مال و مردم آب برد، زان گروه رفته طفلی ماند خورد. طفل مسکین چون کبوتر پر گرفت، بحر را چون دامن مادر گرفت. موجش اول وهله چون تومار کرد، تون باد اندیشه پیکار کرد. بحر را گفتم دگر طوفان مکن، این بنای شوق را ویران مکن. در میان مستمندان فرق نیست، این غریق خرد بحر غرق نیست. صخره را گفتم مکن با او ستیز، قطره را گفتم بدان جانب مریض. امر دادم باد را کن شیرخوار، گیرد از دریا گذارد در کنار. سنگ را گفتم به زیرش نرم شو، برف را گفتم که آب گرم شو. صبح را گفتم به رویش خنده کن، ژاله را نور را گفتم دلش را زنده کن. لاله را گفتم که نزدیکش بروی، ژاله را گفتم که رخسارش بشوی. خار را گفتم که خلخالش مکن، مار را گفتم که طفلک را مزن. رنج را گفتم که صبرش اندک است، عشق را گفتم مکاهش کودک است. بخت را گفتم جهانداریش ده، هوش را گفتم که هوشیاریش ده. تیرگی ها را نمودم روشنی، ترس ها را جمله کردم ایمنی. ایمنی دیدند و نا ایمن شدند، دوستی کردم مرا دشمن شدند. کارها کردند اما پست و زشت، ساختند آیینه ها اما ز خشت. روشنی ها خواستند اما ز دود، قصرها افراشتند اما برود. قصه ها گفتند بی اصل و اساس، دزد ها بگماشتند از بحر پاس. جام ها لبریز کردند از فساد، رشته ها رشتند در دوک عناد. سجده ها کردند بر هر سنگ و خاک، در چه معبد؟ معبد یزدان پاک. از تنور خود پسندی شد بلند، شعله کردارهای ناپسند. وارهان دیمان غریق بینوا، تا رهید از مرگ شد سید هوا. آخران نور تجلی دود شد، آن یتیم بی گناه نمرود شد. سپاس گذارم. احسان برو احساس پاک شما واقعا. این دقیقا به زیبایی اون صفت رحمان و رحیمی خداوند رو پروین اعتصامی اینجا باز میکنه، فوق العاده زیبا. دو سه تا از این به اصطلاح اشعار این گونه داره که هر کدوم در مورد یکی از شخصیت هاست و بسیارم جالب. ویژگی پروین اعتصامی یکی هم اون محاوره هایی است که بین دو تا شخصیت صورت میگیره، مثل دو تا سروی که با هم حرف میزنن، نمیدونم دو تا درخت، دو تا یا سگ و گرگی که با هم به سر محاوره میکنن. خیلی جالبه از این نظر. این پروین اعتصامی
خدا بیامرزه رفتگان شما. اولین کتابی که من از پدرم دریافت کردم همین دیوان غزلیات اشعار به اصطلاح پروین اعتصامی بود و من اینو در دوران خیلی جوانی، شاید واقعا 13 سالم بود 14 سالم بود، اینا رو میخوندم و بسیار بسیار لذت میبردم. اینم این شعری که تا شما خوندید از همون زمان خاطرم بود. یکی اون شعر معروف که روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست، پرسید زن میان یکی کودک یتیم، این تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟ بیرون خزید پیرزنی گوش پشت و گفت، این اشک دیده من خون دل شماست، ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است، این گرگ سال هاست که با گله آشناست، آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است، وان پادشاه که مال رعیت خورد گداست، پروین به کجروان سخن از راستی چه سود، کو آنچنان کسی که نرنجد زهر فراست. اینو من از واقعا عزیز هستم یادم تا به حال ماشاءالله. خیلی عالی، لطف دارید شما. خب عرضم به خدمتتون، ایشون هم خیلی با احساس خوند. بله ایشون که همه شعرها رو به زیبایی، بله خیلی احساس لطیفی دارن. بازگذارم. حالا اگر که فعلا دیگه فکر میکنم کسی نمونده باشه که بخواد برامون کاری انجام بده، من اجازه میخوام که بریم اون دوتا غزل دیگر هم بخونیم، یه دونه از حافظ و یه دونه هم از مولانا، بعد دیگه ببینیم که چیکار باید کنیم. با اجازتون. بفرم. خب عرضم به خدمتون که بیان اینجا و جونم. بله بله اینجور که منم شنیدم با بیماری سل فوت کردی شد. بله درست. اما غزلی از مولانا رو میخونیم. بله. خطاب به معشوقش داره صحبت میکنه مولانا، میگه ای یوسف محبویان، ای جاه و جمالت خوش، ای خسرو و ای شیرین، ای نقش و خیالت خوش، ای چهره تو مهوش آب است و در او آتش، هم آتش تو نادر هم آب زلالت خوش، ای صورت لطف حق نقش تو خوش است الحق، ای نقش تو روحانی و ای نور جلالت خوش، ای مستی هوش آخر در مهر بجوش آخر، در وصل بکوش آخر، ای صبح وصالت خوش، ای روز ز روی تو شب سایه موی تو، چون ماه برا امشب ای طالع و فالت خوش، گر لطف و وصال آری و جور و محال آری، آمیخته ای با جان ای جور و محالت خوش، دل گفت مرا روزی سالی گذر از آن مه، جان گفت به گوش دل که ای دل مه و سالت خوش، تبریز بگو آخر با غمزه شمس الدین، که ای فتنه جادویان ای سحر حلالت خوش. ببینید خیلی به وضوح راجب به نظر من میاد که راجب به شمس تبریزی داره صحبت میکنه. بالاخره شمس تبریزی معشوق جناب مولانا هستش و او رو به عنوان پیر راهبر خودش میشناسه و شعر انصافا جایی برای تفسیر نداره، خیلی واضحه. میگه ای یوسف محرویان، ای جاه و جمالت خوش، ای کسی که یوسف محرویان هست، یعنی محرویان که خودشون زیبا هستن، تو دیگه یوسف اونا هست، دیگه فوق العاده زیبایی و جاه و جمالت هم زیباست، ای خسرو و ای شیرین، ای نقش و خیالت خوش، هم خسرویی و هم شیرینی و هم نقشت زیباست و هم خیالت زیباست، ای چهره تو مهوش آب است و در او آتش، هم آتش تو نادر هم آب زلالت خوش، یعنی تو هم آبی هم آتشی، هم ما رو
به آتش میکشی میسوزانی و هم مانند آبی هستی که به ما آرامش میدی و آتش ما رو از بین میبری. هر دوش هم زیباست. ای صورت لطف حق، نقش تو خوش است الحق، ای نقش تو راهانی و ای نور جلالت خوش. میبینی تو صورت لطف حق هستی. یعنی چی؟ یعنی جلوه لطف خداوند در تو هستش. خب بعد این ای نقش تو روحانی و ای نور جلالت خوش. نقشت روحانیه، یعنی نقشت جسمانی نیست، روحانیه، یعنی روح زیبایی داری و نور جلالت هم خوب. ای مستی هوش آخر، در مهر بجوش آخر، در وصل بکوش آخر، ای صبح وصالت خوش. دیگه مستی هوش هستی، ای مستی هوش، تو مستی هوش هستی. یعنی هوش من چیکار می‌کنی؟ از من میگیری و من از خود بیخود میکنی. میگه در مهر بجوش، به من محبت کن و در وصل بکوش، به من نزدیک شو، زیرا که تو صبح وصال تو بسیار صبح خوشایندی است، روزی که من به تو برسم. این راج معلومه که از شمس دوره و در فراق شمس این شعر رو داره میگه. ای روز ز تو رو، ای روز ز روی تو شب سایه موی تو. تو کسی هستی که روز روشناییش از تو میگیره و شب سایه موی توست، موهای مشکین تو شب رو سیاه میکنه. چون ماه برا امشب، ای طالع افالت خوش، مثل ماه ظهور کن و نور افشانی کن. ای کسی که طالع و فال خوشی داره. گر لطف و وصالاری و جور و محالاری، آمیخته ای با جان، ای جور و محالت خوش. خیلی قشنگه. بگه چه محبت بکنی چه جور بکنی، هر دوش واسه من چیه؟ خوبه. من عاشق هر دوشم. من چی بود گفتش که من عاشق، حالا شعرش یادم میاد، مولانا یه جای دیگه توی غزل میگه که میگه که یار من هم به من سختی میکنه هم به من محبت میکنه و من عجیبه که من عاشق هر دو هستم، هم بدیاش هم خوبیاش، هر دوشو من عاشق. برام این هم همونجا همون حرفو داره میزنه. میگه که دل گفت مرا روزی سالی گذر از آن مه، جان گفت به گوش دل که دل مه و سالت خوش. برای مهم نیست که به اصطلاح یه ماه برای من مثل یک ساله. میگه دل، جان به گوش دل من گفتش که سال و ماهش هم فرق نمیکنه، همش خوبه، چه یه ماه بره چه یه سال بره چه فرق. تبریز بگو آخر با غمزه شمس الدین، که فتنه جاویدان، ای سحر حلالت خوش. میگه تو مثل یک ساحر هستی، ولی ساحری که حلالی، نه ساحر جادوگر. میگه که تو غمزه میکنی با من، غمزه کردن یعنی دلبری کردن دیگه. میگه تو مانند ساحرانی هستی که با من غمزه میکنی دل ما رو ببری، ولی همینش هم چیه؟ حلال و زیباست، من عاشق اونم هستم. خب این از این. بریم سراغ حافظ ببینم کدوم غزل از حافظ. غزل رو فکر میکنم 192 رو باید بکنیم، ببینم این کدوم کجا هست اصلا. خب 193. خب من یه پله برم عقب با اجازتون. غزل 100 از اون غزل های خیلی قشنگه حافظ. دیگه که سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند. دی گلیز تو رشک کرد و از سر فسوس گفت که این سیاه کج گوش به من نمی کند. تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند. پیش کمان ابرویش لابه همی کنم، ولی گوش کشیده است از آن، گوش به من نمی کند. با همه عطف دامنت آیدم از سبا عجب، با همه عطف دامنت آیدم از سبا عجب،
کس گذر تو خاک را مشک ختن نمی کند، چون ز نسیم می شود زلف بنفش پرشکن، به که دلم چه یاد از آن عهد شکن نمی کند. دل به امید روی او همدم جان نمی شود، جان به هوای کوی او خدمت تن نمی کند. ساقی سیم ساق من گر همه درد میدهد، یا درد میدهد ولی درد صحیح‌تر، ساقی سیم ساق من گر همه درد میدهد، کیست که تن چو جام می جمله دهن نمی کند. دست خوش جفا مکن آب رخم که فیض آب، بی مدد سرشک من در عدن نمی کند. کشته غمزه تو شد حافظ ناشنیده پند، تیغ سزاست هر که را درد سخن نمی کند. خب خیلی قشنگه. ببینید در واقع داره گلایه میکنه، نه حافظ یه جورایی داره گلایه میکنه، گویا که اول شخص حافظ، دوم شخص ما هستیم که شنونده ایم داره به ما میگه، سوم شخص معشوقشه که راجع به او داره صحبت میکنه. میگه اولا این معشوقش رو از نظر قد و بالا به سرو تشبیه کرد، یعنی یه معشوق بسیار زیباییه. چمان یعنی چمیدن، یعنی با وقار و با آرامش خرامان خرامان راه رفتنه. میگه سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند. تو این معشوق ما که اینقدر زیبا هستش نمیاد توی چمن، بهار شده گل اومده فلان اومده، ما منتظر هستیم که بیاد، نه یادی از گل میکنه نه همدمی با یاسمن میکنه، ما رو گذشته دیگه، یعنی به ما محبت نداره به ما توجهی نمیکنه. خب دیگه لیز ترش کردم و از سر فسوس، گفت که این سیاه کج گوش به من نمیکنه. خب تره گفته بودم یعنی چی؟ تره اون مویست که به صورت کج از زیر مقنعه میوردن بیرون، مثلا یه جاذبه زیبایی برای خانوما بوده، معنیش هم مثلا مشکی هم بوده و این حرفا، رنگ موهاشون. میگه دی گله ای زر ترش گردم و از سر فسوس، گفت که این سیاه کج گوش به من نمیکنه. میگه ما گله کردیم با این موهای تو، پدر ما رو در آورد، ما به تو به این موها نگاه میکنیم عاشقت میشیم، نمیدونم دلمون دیگه از دست رفته فلان، جمعش کن یه جورایی. میگه که نه این سیاه کج به من گوش نمیکنه، یعنی میخواد معشوق میگه که این طره گیسوی من حتی با من هم لجبازی میکنه، به حرف من هم گوش نمیکنه، میاد بیرون که تو رو دلتو ببره بیچارت کنه. بعد میگه تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف، اینجا از اون ایهامای بسیار زیبا به کار برده شده که دیگه این خوراک استاد علایی و استاد بگو اسمش یاد فرهنگ اینا راجع به این میخوان حالا صحبت بکنن، خیلی قشنگ میگه تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود عزم سفر عزم وطن نمی کنه. دل هرزه گرد من، دل هرزه گرد یعنی دلی که به هر جا میره دیگه، هرزه گردی میکنه، پریشانه به این سو آن سو میره، رفت به چین زلف او. اینجا چین دوتا معنی میده، یکی اون چین چین و با چین و سیم اون جعدی که در زلف او وجود داره، یکی هم چین زلف او یعنی سرزمین چین زلف، یعنی اون دور شدن، به اصطلاح دور شدن، چون چین و مسیر دوری مسافت در نظر می‌گرفتن. بعد میگه زان سفر دراز خود عزم وطن نمی‌کنه، رفته توی چین زلف او گیر کرده و بر نمی‌گرده تو سینه من، یعنی چی؟ یعنی دل من رفت و اسیر موی او شد و حالا دیگه همونجا مونده و بر نمی‌گرده، در یک سفر درازی قرار گرفته. پیش کمان ابرویش لابه همی کنم، ولی گوش کشیده است از آن گوش به من نمی‌کنه. میگه من پیش کمان ابروی او لابه کردم. ببینید کمان ابرو باز نمادی از اون به اصطلاح هلال محراب عبادت هم هست، اونم به صورت هلال دیگه، دیدید چجوریه دیگه تو محراب
میگه پیش کمان ابروش لابه هم میکنم. من میام لابه و گریه‌زاری میکنم در محراب عبادت یا در حضور مثلا معشوق. میگه گوش کشید دست از آن گوش به من نمیکنه. گوششو کشه به یه سمت دیگه ایو به من گوش نمیکنه. پشتشو کرده اصلا به من. روشو کرده و انگار که سخن من اساسا نمیشه. و هرچی ما لابه میکنیم زاری میکنیم میخوام که آقا یه نگاهی به ما بکن. توجهی نمیکنه. بعد میگه با همه، البته من اینو بیشتر دوست دارم بگم عطر دامنت، ولی اینجا گفته عطف دامنت. عطف هم همون به سای چین و شکن دامن میگن عطف دامنت. میگه با همه عطف دامنت آیدم از سبا عجب، که از گذر تو خاک را مشک ختن نمی کن. میگه دامن تو بسیار خوشبوه، مثل مثلا مشک به صلاح همون آهوی ختنه که بسیار مشکش خوشبوه. میگه که با همه عطف دامنت آویدم از سبا عجب. من تعجب از سبا میکنم که چطور به صلاح از دامن تو عبور میکنه و به خاطر اون به صلاح خاک رو مشک آسانه میکنه. بعد میگه چون زنسی میشود زلف بنفش پرشکن، وقت دلم چه یاد از آن عهد شکن میکنه. میگه من به نسل توی بهاره دیگه، به این باد بهاری نگاه میکنم، میزنه به این گلبرگ های بنفشه، این شکن در شکن میشه، نمیدونم دیدید یا نه، به سر موج میخوره برگ های بنفشه. میگه من اینه که نگاه میکنم یاد عهد شکنی معشوقم میفتم، این زلف بنفشه که شکسته میشه. خیلی قشنگ، تعابیر فوق العاده زیبا و نمادسازی های فوق العاده زیبایی بکار، تشبیهات فوق العاده است. بعد میگه که دل به امید روی او همدم جان نمی شود، جان به هوای کوی او خدمت تن نمی کند. دیگه دل من با جان من باید همدمی کنه دیگه، جان و دل در کنار هم هستن، اما دل من به امید روی او با جان من همدمی نمی کنه. دلم رفته پلو او، با جان من از جدا شده از جان. دل به امید روی او همدم جان نمی شود، جان به هوای کوی او خدمت تن نمی کند. حالا جانم به جایی که بیاد در خدمت تن من باشه و منو زنده نگه داره، جان من پرواز، روح من یعنی پرواز کرده در امید او و به صورت هیچی، یعنی ما هیچی از اون نه دلی برای اون باقی مانده و نه جانی نه روحی. چقدر قشنگی میبینی، فوق العاده است. ساقی سیم ساق من گر همه درد میدهد، کیست که تن چو جام می جمله دهن نمی کند. اینم چقدر تصویر زیباییست. یکی ساقی سیم ساق من، سیم ساق یعنی کسی که بدنش یا سیم ساق پاش مثلا سفیده، منظور اینه که زیباروه دیگه، سیم ساق یعنی زیبارو. دیگه ساقی سیم ساق من که فوق العاده هم زیباست، فقط درد میده. حالا دردم آدم میتونه بخونه، ولی درد یعنی شراب لو کوالیتی دیگه، اون قبلا بهتون گفته بودم. میگه اون اگرچه که فقط درد میده و درد میده یا شراب لو کوالیتی داره سرو میکنه و پخش میکنه، اما همه برای گرفتن این جام شراب از دست ساقی سیم ساق دهناشون رو مثل جام شراب باز کردن که بیام، یعنی هیچ کس رد نمی کنه این شراب رو و همه عاشق این هستن که از دست اون ساقی شراب بنوشن، ولو که شراب لو کوالیتی باشه، چون از دست اوست نیباز خوبه. دست خوش جفا مکن آب رخم، که فیض ابر بی مدد سرشک من در عدن نمی کن. در عدن یعنی در، یعنی در دیگه، یعنی لولو یعنی مرواری، عدن هم یعنی به اصطلاح پرقیمت، گرانبها، بی نظیر، بهشتی یا عدن، عدن هم میگن به اصطلاح بهشتی. منظور برخوار این میگه که دست جفا مکن، دست خوش جفا مکن آب رخم، که فیض عب میگه که عشقای منو دستخوش جفا و به صلاح بی محبتی نکن.
چرا فیض ابر بی مدد سرشک من در عدن نمی کنه. فیض ابر یعنی چی؟ یعنی باران، بارانی که از ابر می بارد فیض ابر است دیگه. خب دیگه که اشک من همراه با قطره باران هست که در وجود صدف ایجاد چی میکنه؟ لؤلؤ و مرجان میکنه. پس بنابراین این دستخوش جفا این چیز من رو نکن، به اشک من توجه کن، بی توجه نباش، چون که اون اشکای من هستش که تبدیل به لؤلؤ میشه. پشته غمزه تو شد حافظ ناشنیده پند، تیغ سزاست هر که را درد سخن نمی کند. میگه که کشته غمزه ای تو شد حافظ ناشنیده پند. من حافظ پند بزرگترها رو گوش نکردم، اغلا رو، و به غمزه ای تو گرفتار شدم، عاشق تو شدم. خب وقتی حالا این اتفاق افتاده، تیغ سزاست هر که را درد سخن نمی کند. میگه هر کسی که سخن گوش نمی کنه و به اصطلاح به قول معروف نصیحت رو نمیپذیره، سزاواره که با تیغ بزنن و بکشنش. بنده یعنی در راه عشق تو چی شدم؟ کشته عشق تو شدم، چون به حرف به اصطلاح بزرگتر رو گوش نکردم، حالا ما عاشق تو شدیم و این غمزه ای تو ما رو اینجوری از بین برد. خب من فکر میکنم که دیگه برای امشب کافیه به اصطلاح غزل خوندن و اینا. من چون از سعدی بیشتر غزل خوندم، امشب دیگه از این دوتا بزرگوار دیگه فقط یکی یه دونه غزل خوندم که وقت داشته باشیم. ببینم که دوستانی که حضور دارن اگر مطلبی نکته‌ای هست لطف کنید بفرمایید که ما استفاده بکنیم راجع به این تمثیل ها و تشبیه ها و نماد هایی که به حضرت حافظ اگر اجازه بدید آرایه هاش بود. خواهش میکنم در خدمت بفهم. حضرت حافظ بله آرایه هاش میزمد قدر بیاری. بله چشم الان میگه اینه دیگه. بله بفهمه خواهش میکنم. یکی سرب استعارت برای اندام بلند یار. بله سرب و چمن و گل و سمن مراعات نظیر، تناسب یا مراعات نظیر. بله بیت دوم طره همونطور که فرمودی و خیلی جالب، موی حلقه جلو و پیشانی. بله از سر فسون استعاره است، افسون افسونگری مال انسان هاست نه سر. بله نه او گفت که این سیاه گوش به من نمی کند. گوش مجازه به معنی دقت کردن. بله بله یکی موی و جوی جناسه. بله موی و جوی. بله خب چینم که فرمودی ایخامه، یکی چین و شکن زلف، یکی چین کشور. بله کمان و ابرو تن مرا کمان و ابرو کمان ابرو تشبیه، ابرو تشبیه کرده به کمان و چه شوش خمیدگی ابرو. بله بله زلف و بنفشه، زلف و بنفشه استعاره است، دل و جان مراعات نظیر. آخرش واژه های سیم و ساق و اینها واج آراییه گاهی اوقات که در شعر مولوی خیلی زیاده با آهنگ موسیقی واج آرایی میکنه. واج آرایی یعنی حروف
سین به کار میبرن، شین به کار میبرن، جیم به کار میبرن، اینه. در اینجا سین به کار برد میشه واج آرائی. تا اینجا بنده عرض کردم، جناب فرهنگ اگر مطلبی چیزی داره بفرمید. بفرمید. جناب فرهنگ در خدمت هست. خواهش میکنم. عرض شود که جناب دکتر شایچی خیلی ممنون از محبت شما، ما بسیار میاموزیم. در اون مصرع آخر اینجور به نظر من درسته، تیغ سزاست هر کرا درد سخن نمی کند. بله بله بله. و در اون مورد آرایه چین، یکی از زیباترین همونطور که جناب علایی فرمودن آرایه های چیز ایهام های جالبه. مهم اینه که بدونیم شاعر بزرگوار چه فعلی رو به کار برده. نمیگه تا دل هرزگرد من افتاد به چین زلف تو یا بسته چین زلف تو شد، میگه رفت به چین زلف او زان سفر دراز خود عزم وطن نمیگه. این رفت یه برگشتی هم داره، یعنی واقعا این همونطور که سعدی میفرماید زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند، نمیگه فرو بره، به که پیری. به این ایجاز، به این استادی این بزرگوارا را میرسونه. بله بله. و در مورد اون شعر حضرت مولانا هم که شما خوندید، فرمودید که اگر ستم بکنه، جفا بکنه یا محبت بکنه، هر دوش گواراست برای شاعر. یک چند بیتی من میخونم. چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی، بله، که اگر کنی همه درد من به یکی نظاره دوا کنی. تو شهی و کشور جان تو را، تو مهی و ملک جهان تو را، زره کرم چه زیان تو را که نظر به حال گدا کنی. ز تو گر تفقد و گر ستم، بود آن عنایت و این کرم. همه خوش بود ز تو ای سنم، چه جفا کنی چه وفا کنی. تو کمان کشیده و در کمین، که زنی به تیرم و من غمین. همه غمم بود از همین، که خدا نکرده خطا کنی. مال عاطف اصفهانی. اینم یعنی هر دوی اینا رو میگه تو هر کاری بکنی من برای من گواراست. من سر اون کلاس میگفتم، فرمه خانمم بود، دو هفته پیش بود که گفتم این تعبیر رو خیلی از شعرهای دیگر منم دارن. حضرت مولانا هم میگه آن که ز زخم تیر او کوه شکاف میکند، پیش گشاد تیر او وای اگر سپر برم. اینم همین معنی رو میگه. یه جای دیگه هم گفت این که جناب چایچی فرمودن داستان بازرگان و توتیه. عاشقم بر عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زه. بله دقیقا همینه. یادم بود من اون لحظه از خاطرم رفت. بله. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زه. یعنی همه هر دوشو دوست دارم، فرق نمیکنه چه خوبی بکنه، چه محبت بکنه، چه جور و جفا کنه. اون چیزم میگه دیگه، حافظم میگه که لاف عشق و گله از یا، زهی لاف دروغ عشق بازان چنین مستحق هجران. جناب سهرابی عزیز خواهش میکنم. من خواستم یک سوال از آقای علایی بکنم که شما در تقطیع بیت ها تباهری دارید یا علاقه ای دارید که چطور میشه که ما فرکن این هجاهای کوتاه بلند کشیده، چطور میشه که ما به این میگیم فاولن 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 فاول؟ چرا این چیزیه که من دلم میخواد یاد بگیرم از شما اگر وارد هستید. ممنونم از لطف شما. زیاد من میانه با عروض